اول تواریخ ایام باب اول آدم شیس انوش قینان محللئیل یارد خنوخ متوشاله لمک نوح سام هام یافس پسران یافس جومر و ماجوج و مادای و یاوان و توبال و ماشک و تیراس و پسران جومر اشکناز و ریفات و توجرمه و پسران یاوان علیشه و ترشیش و کتیم و دودانیم و پسران هام کوش و مصرایم و فوت و کنعان و پسران کوش سبا و حویله و سبتا و رعما و سبتکا و پسران رعما شبا و ددان و کوش نمرود را آورد و او به جبار شدن در جهان شروع نمود و مصرایم لودیم و انامیم و لهابیم و نفتوهیم را آورد و فتروسیم و کسلوهیم را که فلسطیم و کفتوریم از ایشان پدید آمدند. و کنعان نخست زاده خود سیدون و هت را آورد و یبوسی و اموری و جرجاشی و هوی و ارقی و سینی و اروادی و سماری و حماتی را. پسران سام ایلام و آشور و ارفکشاد و لود و ارام و اوس و حول و جاتر و ماشک و ارفکشاد شاله را آورد و شاله آبر را آورد و برای آبر دو پسر متولد شدند که یکی را فالج نام بود زیرا در ایام وی زمین منقسم شد و اسم برادرش یقتان بود و یقتان المداد و شالف و حزرموت و یاره را آورد و هدورام اوزال و دقله و ایبال و ابیمایل و شبا و اوفیر و حویله و یوباب را که جمیع اینها پسران یقتان بودند سام، ارفکشاد، ساله، آبر، فالج، رعو، سروج، ناهور، تاره، ابرام که همان ابراهیم باشد. پسران ابراهیم، اسحاق و اسماعیل. این است پیدایش ایشان. نخست زاده اسماعیل، نبایوت و قیدار و ادبئیل و مبسام و مشماع و دومه و مسا و حدد و تیما و یتور و نافیش و قدمه که اینان پسران اسماعیل بودند و پسران قطوره که متعه ابراهیم بود پس او زمران و یقشان و مدان و مدیان و یشباق و شوها را زائید و پسران یقشان شبا و ددان بودند و پسران مدیان ایفه و ایفر و خنوخ و ابیدا و الدعه بودند پس جمیع اینها پسران قطوره بودند و ابراهیم اسحاق را آورد و پسران اسحاق ایسو و اسرائیل بودند و پسران ایسو الیفاز و رعوئیل و یعوش و یعلام و قوره پسران الیفاز، تیمان و اومار و صفی و جعتام و قناز و تمنا و امالیق. پسران رعوئیل، نهت و زاره و شمه و مزه. و پسران سعیر، لوتان و شوبال و سبعون و انه و دیشون و ایسر و دیشان. و پسران لوتان هوری و همام و خواهر لوتان تمنا پسران شوبال
الیان و مناحت و ایبال و شفی و اونام و پسران سبعون، ایه و انه. و پسران انه دیشون و پسران دیشون همران و اشبان و یتران و کران. پسران ایسر بلهان و زعوان و یعقان و پسران دیشان اوس و اران. و پادشاهانی که در زمین ادوم سلطنت نمودند پیش از آنکه پادشاهی بر بنی اسرائیل سلطنت کند اینانند: بالع ابن بعور و اسم شهر او دن هابه بود، و بالع مرد و یوباب ابن زاره از بصره به جایش پادشاه شد، و یوباب مرد و هوشام از زمین تیمانی به جایش سلطنت نمود، و هوشام مرد و حدد ابن بدد که مدیان را در زمین موآب شکست داد در جایش پادشاه شد و اسم شهرش اویت بود، و حدد مرد و سمله از مسریقه به جایش پادشاه شد، و سمله مرد و شاول از رهوبوت نهر به جایش پادشاه شد، و شاول مرد و بعل هانان ابن اکبور به جایش پادشاه شد، و بعل هانان مرد و حدد به جایش پادشاه شد، و اسم شهرش فائی و اسم زنش مهی تبئیل دختر مترد دختر میزهب بود، و حدد مرد و امیران ادوم، امیر تمنا و امیر الیه و امیر یتیت بودند، و امیر اهولی بامه و امیر ایله و امیر فینون و امیر قناز و امیر تیمان و امیر مبصار و امیر مجدئیل و امیر ایرام، اینان امیران ادوم بودند. اول تواریخ ایام باب دوم. پسران اسرائیل اینانند: رعوبین و شمعون و لاوی و یهودا و یساکار و زبولون و دان و یوسف و بنیامین و نفتالی و جاد و اشیر. پسران یهودا ایر و اونان و شیله، این سه نفر از بتوشوع کنعانیه برای او زاییده شدند، و ایر نخست زاده یهودا به نظر خداوند شریر بود، پس او را کشت، و عروس وی تامار فارس و زاره را برای وی زایید، و همه پسران یهودا 5 نفر بودند، و پسران فارس حسرون و حامول، و پسران زاره زمری و ایتان و هیمان و کلکول و دارع که همگی ایشان 5 نفر بودند، و از پسران کرمی آکار مسترب کننده اسرائیل بود که درباره چیز حرام خیانت ورزید، و پسر ایتان عزریا بود، و پسران حسرون که برای وی زاییده شدند یر همئیل و رام و کلوبای، و رام امیناداب را آورد و امیناداب نحشون را آورد که رئیس بنی یهودا بود، و نحشون سلما را آورد و سلما بوعز را آورد، و بوعز اوبید را آورد و اوبید یسا را آورد، و یسا نخست زاده خیش علیاب را آورد، و دومین ابیناب را، و سومین شمعی را، و چهارمین نتنئیل را، و پنجمین ردای را، و ششمین اوسم را، و هفتمین داوود را آورد، و خواهران ایشان سرویه و ابی هایل بودند، و پسران سرویه ابیشای و یوآب و اسائیل 3 نفر بودند، و ابیهایل اماسا را زایید، و پدر اماسا یتر اسماعیلی بود.
و کالیب ابن حسرون از زن خود عزوبه و از یریعوت اولاد به هم رسانید و پسران وی اینانند، یاشر و شوباب و اردون. و عزوبه مرد و کالیب افرات را به زنی گرفت و او هور را برای وی زایید و هور اوری را آورد و اوری بسلئیل را آورد. و بعد از آن حسرون به دختر ماکیر پدر جلعاد در آمده او را به زنی گرفت، حینی که 60 ساله بود، و او سجوب را برای وی زایید و سجوب یائیر را آورد و او 23 شهر در زمین جلعاد داشت. و او جشور و ارام را که حبوب یائیر باشد با قنات و دهات آنها که 60 شهر بود از ایشان گرفت و جمیع اینها از آن بنی ماکیر پدر جلعاد بودند. و بعد از آنکه حسرون در کالیب افراته وفات یافت، ابیه زن حسرون اشهور پدر تقوع را برای وی زایید. و پسران یرحمئیل نخست زاده حسرون، نخست زاده اش رام و بونه و اورن و اوسم و اخیا بودند. و یرحمئیل را زن دیگر مسمات به اتاره بود که مادر اونام باشد. و پسران رام نخست زاده یرحمئیل مأس و یامین و آقر بودند. و پسران اونام شمای و یادا بودند. و پسران شمای ناداب و ابیشور. و اسم زن ابیشور ابیهایل بود و او احبان و مولید را برای وی زایید. و پسران ناداب سلد و افایم بودند و سلد بی اولاد مرد. و بنی افایم یشعی و بنی یشعی شیشان و بنی شیشان اهلای. و پسران یادا برادر شمای یتر و یوناتان. و یتر بی اولاد مرد. و پسران یوناتان فالت و زازا، اینها پسران یرحمئیل بودند و شیشان را پسری نبود، لیکن دختران داشت و شیشان را غلامی مصری بود که یرها نام داشت و شیشان دختر خود را به غلام خیش یرها به زنی داد و او عطای را برای وی زایید. و عطای ناتان را آورد و ناتان زاباد را آورد و زاباد افلال را آورد و افلال اوبید را آورد و اوبید یهو را آورد و یهو عزریا را آورد و عزریا حالس را آورد و حالس العاصه را آورد و العاصه سسمای را آورد و سسمای شلوم را آورد و شلوم یه قمیا را آورد و یه قمیا علی شمع را آورد. و بنی کالیب برادر یرحمئیل نخست زاده اش میشا که پدر زیف باشد و بنی ماریشه که پدر حبرون باشد بودند. و پسران حبرون قوره و تفوح و راقم و شامع. و شامع راهم پدر یرقعام را آورد و راقم شمای را آورد. و پسر شمای ماعون و ماعون پدر بیت سور بود. و ایفه متعی کالیب هاران و موسا و جازیز را زایید و هاران جازیز را آورد. و پسران یهدای راجم و یوتام و جیشان و فالت و ایفه و شاعف و معکه متعه کالیب شابر و ترهنه را زایید و اونیز شاعف پدر مدمنه و شوا پدر
مکبینا و پدر جبعا را زایید و دختر کالیب اکسه بود. و پسران کالیب ابن هور نخست زاده افراتا اینانند: شوبال پدر قریه یعاریم و سلما پدر بیت لحم و حاریف پدر بیت جادر. و پسران شوبال پدر قریه یعاریم اینانند: هرواه و نصف منوهوت. و قبایل قریه یعاریم اینانند: یتریان و فوتیان و شوماتیان و مشرائیان که از ایشان سار آتیان و اشتاولیان پیدا شدند. و بنی سلما بیت لحم و نتوفاتیان و اتروت بیت یوآب و نصف مانحتیان و سرعیان بودند. و قبایل کاتبانی که در یعویس ساکن بودند، ترآتیان و شمآتیان و سوکاتیان بودند. اینان قینانند که از حمت پدر بیت ریکاب بیرون آمدند. اول تواریخ ایام باب سوم. و پسران داوود که برای او در حبرون زاییده شدند اینانند: نخست زاده اش امنون از اخینوئم یزرائیلیه و دومین دانیال از ابیجایل کرملیه و سوم ابشالوم پسر معکه دختر تلمای پادشاه جشور و چهارمین ادونیا پسر حجیت و پنجمین شفتیا از ابیتال و ششمین یترعام از زن او اجله. این شش برای او در حبرون زاییده شدند که در آنجا 7 سال و 6 ماه سلطنت نمود و در اورشلیم 33 سال سلطنت کرد و اینها برای وی در اورشلیم زاییده شدند: شمعی و شوباب و ناتان و سلیمان. این 4 از بتوشو دختر امیئیل بودند و یبهار و علی شامع و علی فالت و نوجه و نافج و یافی و علی شمع و علی یادا و علی فلت که 9 نفر باشند. همه اینها پسران داوود بودند سوای پسران متعها و خواهر ایشان تامار بود. و پسر سلیمان رهبعام و پسر او ابیا و پسر او آسا و پسر او یهوشافات و پسر او یورام و پسر او اخزیا و پسر او یوآش و پسر او امسیا و پسر او عزریا و پسر او یوتام و پسر او آهاز و پسر او حسقیا و پسر او منسی و پسر او آمون و پسر او یوشیا و پسران یوشیا نخست زاده اش یوحانان و دومین یهویاقیم و سومین صدقیا و چهارمین شلوم و پسران یهویاقیم پسر او یکونیا و پسر او صدقیا و پسران یکونیا اشیر و پسر او شعلتئیل و ملکیرام و فدایا و شن آسر و یقمیا و هوشاما و ندبیا و پسران فدایا زروبابل و شمعی و پسران زروبابل مشلام و حننیا و خواهر ایشان شلومیت بود و حشوبه و اوحل و برخیا و حسدیا و یوشب حسد که 5 نفر باشند و پسران حننیا فلتیا و اشعیا و بنی رفایا و بنی ارنان و بنی اوبدیا و بنی شکونیا و پسر شکونیا شمعیا و پسران شمعیا حتوش و یبحال و باری و نعریا
و شافات که شش باشند. و پسران نعریا، الیوئینای و حسقیا و ازریقام که سه باشند. و بنی الیوئینای، هودایا و الیاشیب و فلایا و عقوب و یوحانان و دلایا و انانی که هفت باشند. اول تواریخ ایام، باب چهارم. بنی یهودا، فارس و حسرون و کرمی و حور و شوبال و رعایا ابن شوبال یهت را آورد و یهت اخومای و لاحد را آورد. اینانند قبایل سرآتیان و اینان پسران پدر ایتامند، یزرائیل و یشما و یدباش و اسم خواهر ایشان حس للفونی بود و فنوئیل پدر جدور و آزر پدر خوشه. اینها پسران حور نخست زاده افراتا پدر بیت لحم بودند و اشهور پدر تقو دو زن داشت، حلا و نعره، و نعره اخوزام و حافر و تیمانی و اخشتاری را برای او زایید. اینان پسران نعره اند. و پسران حلا سرت و سوهر و اتنان و قوس آنوب و سوبیبه و قبایل اخرهیل بن هارم را آورد. و یعبیس از برادران خود شریفتر بود و مادرش او را یعبیس نام نهاد و گفت از این جهت که او را با حزن زاییدم. و یعبیس از خدای اسرائیل استدعا نموده گفت کاش که مرا برکت می دادی و حدود مرا وسیع می گردانیدی و دست تو با من می بود و مرا از بلا نگاه می داشتی تا محزون نشوم. و خدا آنچه را که خواست به او بخشید. و کلوب برادر شوهه مهیر را که پدر اشتون باشد آورد. و اشتون بیت رافا و فاسی و تهنه پدر ایر ناهاش را آورد. اینان اهل ریقه می باشند. و پسران قناز اتنئیل و سرایا بودند. و پسر اتنئیل حتات و معونوتای افره را آورد و سرایا یوآب پدر جی هراشیم را آورد زیرا که صنعتگر بودند. و پسران کالیب ابن یفنه، ایرو و ایله و نائم بودند و پسر ایله قناز بود. و پسران یحلالئیل زیف و زیفه و تیریا و اسرئیل و پسران ازره یتر و مرد و آفر و یالون و زن مرد مریم و شمای و یشبه پدر اشتمو را زایید. و زن یهودیه او یارد پدر جدور و جابر پدر سکو و یقوتیل پدر زانوه را زایید. اما آنان پسران بتیه دختر فرعون که مرد او را به زنی گرفته بود می باشند. و پسران زن یهودیه او که خواهر نهم بود، پدر قعیله جرمی و اشتموع معکاتی بودند. و پسران شیمون، امنون و رنه و بنهانان و تیلون و پسران یشعی، زوهیت و بن زوهیت و بنی شیله بن یهودا، ایر پدر لیکه و لعده پدر مریشه و قبایل خاندان عاملان کتان نازک از خانواده اشبیع بودند. و یوقیم و اهل کوزیبا و یوآش و ساراف که در موآب ملک داشتند و یشوبی لهم و این وقایع قدیم است.
و اینان کوزگر بودند با ساکنان نتائیم و جدیره که در آنجاها نزد پادشاه به جهت کار او سکونت داشتند. پسران شمون، نموئیل و یامین و یاریب و زاره و شاول و پسرش شلوم و پسرش مبسام و پسرش مشماع و بنی مشماع، پسرش حموئیل و پسرش زکور و پسرش شمعی. و شمعی را 16 پسر و 6 دختر بود، ولیکن برادرانش را پسران بسیار نبود. و همه قبایل ایشان مثل بنی یهودا زیاد نشدند. و ایشان در بئرشبع و مولاده و حسر شوآل و در بلحه و آسم و تولاد و در بتوئیل و حرمه و سقلق و در بیت مرکبوت و حسر سوسیم و بیت برعی و شعرایم ساکن بودند. اینها شهرهای ایشان تا زمان سلطنت داوود بود. و قریه های ایشان ایتام و این و رمون و توکن و آشان، یعنی 5 قریه بود. و جمیع قریه های ایشان که در پیرامون آن شهرها تا بعل بود. پس مسکن های ایشان این است و نسبنامه های خود را داشتند. و مشوبات و یملیک و یوشع ابن امسیا و یوئیل و ییهو ابن یوشبیا ابن سرایا ابن اسیئیل و الیوئینای و یعقوب و یشوهایا و اسایا و ادیئیل و یسیمیئیل و بنایا و زیزا ابن شفعی ابن ال ون ابن یدایا ابن شمری ابن شمعیا. اینانی که اسم ایشان مذکور شد در قبایل خود رؤسا بودند و خانه های آبای ایشان بسیار زیاد شد. و به مدخل جدور تا طرف شرقی وادی رفتند تا برای گله های خیش چراگاه بجویند. پس مرتعی برومند نیکو یافتند و آن زمین وسیع و آرام و ایمن بود، زیرا که آل هام در زمان قدیم در آنجا ساکن بودند. و اینانی که اسم ایشان مذکور شد در ایام حزقیا پادشاه یهودا آمدند و خیمه های ایشان و معونیان را که در آنجا یافت شدند شکست دادند و ایشان را تا به امروز تباه ساخته در جای ایشان ساکن شده اند، زیرا که مرتع برای گله های ایشان در آنجا بود. و بعضی از ایشان یعنی 500 نفر از بنی شمعون به کوه سعیر رفتند و فلتیا و نعریا و رفایا و اورئیل پسران یشیع رؤسای ایشان بودند. و بقیه امالقه را که فرار کرده بودند شکست داده تا امروز در آنجا ساکن شده اند. اول تواریخ ایام باب 5. و پسران رعوبین نخست زاده اسرائیل اینانند، زیرا که او نخست زاده بود و اما به سبب بی اسمت ساختن بستر پدر خیش، حق نخست زادگی او به پسران یوسف ابن اسرائیل داده شد. از این جهت نسب نامه او بر حسب نخست زادگی ثبت نشده بود، زیرا یهودا بر برادران خود برتری یافت و پادشاه از او بود، اما نخست زادگی از آن یوسف بود. پس پسران رعوبین نخست زاده اسرائیل حنوک و فلو و حسرون و کرمی. و پسران یوئیل پسرش شمعیا و پسرش جوج و پسرش شمعی و پسرش میکا و پسرش رعایا و پسرش بعل و پسرش بعیره که تلقت فع
فل ناصر پادشاه اشور او را به اسیری برد و او رئیس رعوبینیان بود. و برادرانش بر حسب قبایل ایشان وقتی که نسب نامه موالید ایشان ثبت گردید، مقدم ایشان یعیئیل بود و زکریا و بالع ابن عزاز ابن شامع ابن یوئیل که در اروئیر تا نبو و بعل معون ساکن بود و به طرف مشرق تا مدخل بیابان از نهر فرات سکنا گرفت، زیرا که مواشی ایشان در زمین جلعاد زیاده شد و در ایام شاول ایشان با هاجریان جنگ کردند و آنها به دست ایشان افتادند و در خیمه های آنها در تمامی اطراف شرقی جلعاد ساکن شدند. و بنی جاد در مقابل ایشان در زمین باشان تا سلخه ساکن بودند. و مقدم ایشان یوئیل بود و دومین شافام و یعنای و شافات در باشان ساکن بود. و برادران ایشان بر حسب خانه های آبای ایشان میکائیل و مشولام و شبع و یورای و یعکان و زی و حابر که 7 نفر باشند. اینانند پسران ابی هایل ابن حوری ابن یاروح ابن جلعاد ابن میکائیل ابن یشیشای ابن یهدو ابن بوس. اخی ابن عبدئیل ابن جونی رئیس خاندان آبای ایشان و ایشان در جلعاد باشان و قریه هایش و در تمامی نواحی شارون تا حدود آنها ساکن بودند و نسب نامه جمیع اینها در ایام یوتام پادشاه یهودا و در ایام یروبعام پادشاه اسرائیل ثبت گردید. از بنی رعوبین و جادیان و نصف سبط منسی شجاعان و مردانی که سپر و شمشیر برمی داشتند و تیراندازان و جنگ آزمودگان که به جنگ بیرون می رفتند 44,760 نفر بودند. و ایشان با هاجریان و یتور و نافیش و نوداب مقاتله نمودند و بر ایشان نصرت یافتند و هاجریان و جمیع رفقای آنها به دست ایشان تسلیم شدند، زیرا که در حین جنگ نزد خدا استقاسه نمودند و او ایشان را چون که بر او توکل نمودند اجابت فرمود. پس از مواشی ایشان 50,000 شتر و 250,000 گوسفند و 2,000 الاغ و 100,000 مرد به تاراج بردند، زیرا چون که جنگ از جانب خدا بود، بسیاری مقتول گردیدند. پس ایشان به جای آنها تا زمان اسیری ساکن شدند. و پسران نصف سبط منسی در آن زمین ساکن شده از باشان تا بعل هرمون و سنیر و جبل هرمون زیاد شدند. و اینانند رؤسای خاندان آبای ایشان، آفر و یشعی و علیئیل و عزرئیل و ارمیا و هوبدویا و یهدیئیل که مردان تنومند شجاع و ناموران و رؤسای خاندان آبای ایشان بودند. اما به خدای پدران خود خیانت ورزیده در پی خدایان قومهای آن زمین که خدا آنها را به حضور ایشان هلاک کرده بود زنا کردند. پس خدای اسرائیل روح فول پادشاه اشور و روح تلقت فلناصر پادشاه اشور را برانگیخت که او رعوبینیان و جادیان و نصف سبط منسی را اسیر کرده ایشان را به حله و خابور و هارا و نهر جوزان تا امروز برد. اول تواریخ ایام باب ششم.
بنی لاوی، جرشون و قهات و مراری و بنی قهات، امرام و یسهار و حبرون و عزیئیل و بنی امرام، هارون و موسی و مریم و بنی هارون، ناداب و ابیهو و علیآزار و ایتامار و علیآزار فینهاس را آورد و فینهاس ابیشوع را آورد و ابیشوع بقی را آورد و بقی عزی را آورد و عزی زرحیا را آورد و زرحیا مرایوت را آورد و مرایوت امریا را آورد و امریا اخیتوب را آورد و اخیتوب صادوق را آورد و صادوق اخیمعس را آورد و اخیمعس عزریا را آورد و عزریا یوحانان را آورد و یوحانان عزریا را آورد و او در خانه‌ای که سلیمان در اورشلیم بنا کرد کاهن بود و عزریا امریا را آورد و امریا اخیتوب را آورد و اخیتوب صادوق را آورد و صادوق شلوم را آورد و شلوم حلقیا را آورد و حلقیا عزریا را آورد و عزریا سرایا را آورد و سرایا یهوصادق را آورد و یهوصادق به اسیری رفت هنگامی که خداوند یهودا و اورشلیم را به دست نبوکدنصر اسیر ساخت. پسران لاوی، جرشوم و قهات و مراری و اینهاست اسمهای پسران جرشوم، لبنی و شمعی و پسران قهات، امرام و یسهار و هبرون و عزیئیل و پسران مراری، محلی و موشی. پس اینها قبایل لاویان بر حسب اجداد ایشان است. از جرشوم پسرش لبنی، پسرش یحت، پسرش زمه، پسرش یوآخ، پسرش ادو، پسرش زاره، پسرش یاترای. پسران قهات، پسرش امیناداب، پسرش قوره، پسرش اسیر، پسرش القانه، پسرش ابیاساف، پسرش اسیر و پسرش تحت، پسرش اوریئیل، پسرش عزیا، پسرش شاول و پسران القانه اماسای و اخیموت و اما القانه پسران القانه پسرش سوفای، پسرش نحت، پسرش علیاب، پسرش یروهام، پسرش القانه و پسران سموئیل نخست زادهش و شنی و دومش ابیا، پسران مراری، محلی و پسرش لبنی، پسرش شمعی، پسرش عزه، پسرش شمعی، پسرش حجیا، پسرش عصایا. و اینانند که داوود ایشان را بر خدمت سرود در خانه خداوند تعیین نمود بعد از آنکه تابوت مستقر شد و ایشان پیش مسکن خیمه اجتماع مشغول سراییدن می شدند تا حینی که سلیمان خانه خداوند را در اورشلیم بنا کرد. پس بر حسب قانون خیش بر خدمت خود مواظب شدند. پس آنهایی که با پسران خود معین شدند اینانند: از بنی قهاتیان همان مقنی ابن یوئیل ابن سموئیل، ابن القانه ابن یروهام ابن علیئیل ابن نوح، ابن سوف ابن القانه ابن محت ابن اماسای، ابن القانه ابن یوئیل ابن عزریا ابن سفنیا، ابن تحت ابن اسیر ابن ابیاساف ابن قوره ابن یسهار ابن قهات ابن لاوی ابن اسرائیل. و برادرش آساف که به دست راست وی می ایستاد،
آصاف ابن برکیا ابن شمعی ابن میکائیل ابن بعثیا ابن ملکیا ابن اتنی ابن زاره ابن ادایا ابن ایتان ابن زمه ابن شمعی ابن یحت ابن جرشوم بن لاوی و به طرف چپ برادران ایشان که پسران مراری بودند ایتان بن قیشی ابن عبدی ابن ملوک ابن حشبیا ابن امسیا ابن هلقیا ابن امسی ابن بانی ابن شامر ابن محلی ابن موشی ابن مراری ابن لاوی و لاویانی که برادران ایشان بودند به تمامی خدمت مسکن خانه خدا گماشته شدند. و اما هارون و پسرانش بر مذبح قربانی سوختنی و بر مذبح بخور به جهت تمامی عمل قدس الاقداس قربانی می گذرانیدند تا به جهت اسرائیل موافق هر آنچه موسی بنده خدا امر فرموده بود کفاره نمایند. و اینانند پسران هارون: پسرش الازار، پسرش فینحاس، پسرش ابیشو، پسرش بقی، پسرش عزی، پسرش زرحیا، پسرش مرایوت، پسرش امریا، پسرش اخیتوب، پسرش صادوق، پسرش اخیمعس. و مسکنهای ایشان بر حسب موضعها و حدود ایشان اینهاست: از پسران هارون به جهت قبایل قهاتیان، زیرا قرعه اول از آن ایشان بود. پس حبرون در زمین یهودا با حوالی آن به هر طرفش به ایشان داده شد. و اما زمین‌های آن شهر و دهاتش را به کالیب ابن یفنه دادند. به پسران هارون به جهت شهرهای ملجا، حبرون و لبنه و حوالی آن و یتیر و اشتمو و حوالی آن را دادند و هیلین و حوالی آن را و دبیر و حوالی آن را و آشان و حوالی آن را و بیت شمس و حوالی آن را و سبت بنیامین جبع و حوالی آن را و علمت و حوالی آن را و اناتوت و حوالی آن را. پس جمیع شهرهای ایشان بر حسب قبایل ایشان 13 شهر بود. و به پسران قهات که از قبایل آن سبت باقی ماندند 10 شهر از نصف سبت یعنی از نصف منسی به قرعه داده شد و به بنی جرشوم بر حسب قبایل ایشان از سبت یساکار و از سبت اشیر و از سبت نفتاری و از سبت منسی در باشان 13 شهر و به پسران مراری بر حسب قبایل ایشان از سبت رعوبین و از سبت جاد و از سبت زبولون 12 شهر به قرعه داده شد. پس بنی اسرائیل این شهرها را با حوالی آنها به لاویان دادند و از سبت بنی یهودا و از سبت بنی شمعون و از سبت بنی بنیامین این شهرها را که اسم آنها مذکور است به قرعه دادند. و بعضی از قبایل بنی قهات شهرهای حدود خود را از سبت افرایم داشتند. پس شکیم را با حوالی آن در کوهستان افرایم و جازر را با حوالی آن به جهت شهرهای ملجا به ایشان دادند و یقمعام را با حوالی آن و بیت هورون را با حوالی آن و ایلون را با حوالی آن و جت رمون را با حوالی آن و ایلون را با حوالی آن و جت رمون را با حوالی آن و از نصف سبت منسی آنی را با حوالی آن و بلعام را با حوالی آن به قبایل باقی مانده بنی قهات دادند.
و به پسران جرشوم از قبایل نصف سبت منسی جولان را در باشان با حوالی آن و اشتاروت را با حوالی آن و از سبت یساکار قادش را با حوالی آن و دبره را با حوالی آن و راموت را با حوالی آن و آنیم را با حوالی آن و از سبت اشیر مشعال را با حوالی آن و عبدون را با حوالی آن و حقوق را با حوالی آن و رهوب را با حوالی آن و از سبت نفتالی قادش را در جلیل با حوالی آن و همون را با حوالی آن و قریتایم را با حوالی آن و به پسران مراری که از لاویان باقی مانده بودند از سبت زبولون رمون را با حوالی آن و تابور را با حوالی آن و از آن طرف اردن در برابر اریها به جانب شرقی اردن از سبت رعوبین باسر را در بیابان با حوالی آن و یحسر را با حوالی آن و قدیموت را با حوالی آن و میفعه را با حوالی آن و از سبت جاد راموت را در جلعاد با حوالی آن و مهنایم را با حوالی آن و حشبون را با حوالی آن و یعزیر را با حوالی آن. اول تواریخ ایام باب هفتم. و اما پسران یساکار، تولا و فوه و یاشوب و شمرون 4 نفر بودند و پسران تولا عزی و رفایا و یربئیل و یحمای و یبسام و سموئیل. ایشان رؤسای خاندان پدر خود تولا و مردان قوی شجاع در انصاب خود بودند و عدد ایشان در ایام داوود 22600 بود. و پسر عزی یزرحیا و پسران یزرحیا میکائیل و عوبدیا و یوئیل و یشیا که 5 نفر و جمیع آنها رؤسا بودند و با ایشان بر حسب انصاب ایشان و خاندان آبای ایشان فوجهای لشکر جنگی 36000 نفر بودند، زیرا که زنان و پسران بسیار داشتند. و برادران ایشان از جمیع قبایل یساکار مردان قوی شجاع 87000 نفر جمیعاً در نسبنامه ثبت شدند. و پسران بنیامین بالع و باکر و یدیئیل 3 نفر بودند و پسران بالع اسبون و عزی و عزیئیل و یریموت و ایری 5 نفر رؤسای خاندان آبا و مردان قوی شجاع که 22034 نفر از ایشان در نسبنامه ثبت گردیدند. و پسران باکر زمیره و یوآش و علی آزار و الیوئینای و عمری و یریموت و ابیا و اناتوت و علامت. جمیع اینها پسران باکر بودند و 20200 نفر از ایشان بر حسب انصاب ایشان رؤسای خاندان آبای ایشان مردان قوی شجاع در نسبنامه ثبت شدند. و پسر یعیل بلهان و پسران بلهان یعیش و بنیامین و ایهود و کنعنه و زیتان و ترشیش و اخی شاهر، جمیع اینها پسران یعیل بر حسب رؤسای آبا و مردان جنگی شجاع 17200 نفر بودند که در لشکر برای جنگ بیرون می رفتند. و پسران ایر شفیم و حفیم و پسران اهیر هوشیم. و پسران نفتالی یحسئیل و جونی و یسر و شلوم از پسران بلها بودند.
پسران منسی از ریئیل که زوجه اش او را زائید و ماکیر پدر جلعاد که متعه ارامیه وی او را زائید و ماکیر خواهر حفیم و شفیم را که به معکه مسمات بود به زنی گرفت و اسم پسر دوم او سلوفهاد بود و سلوفهاد دختران داشت و معکه زن ماکیر پسری زائید او را فارش نام نهاد و اسم برادرش شارش بود و پسرانش اولام و راقم بودند و پسر اولام بدان بود. اینانند پسران جلعاد ابن ماکیر ابن منسی و خواهر او حمولکه ایش هود و ابی ازر و محله را زائید و پسران شمیدا اخیان و شکیم و لقهی و انیام و پسران افرایم شوتاله و پسرش بارد و پسرش تحت و پسرش الادا و پسرش تحت و پسرش زاباد و پسرش شوتاله و آزر و الاد که مردان جت که در آن زمین مولود شدند ایشان را کشتند زیرا که برای گرفتن مواشی ایشان فرود آمده بودند و پدر ایشان افرایم به جهت ایشان روزهای بسیار ماتم گرفت و برادرانش برای تعزیت وی آمدند. پس نزد زن خود در آمد و او حامله شده پسری زائید و او را بریعه نام نهاد از این جهت که در خاندان او بلایی عارض شده بود و دخترش شیره بود که بیت هورون پایین و بالا را و عزین شیره را بنا کرد و پسرش رافه و راشف و پسرش تاله و پسرش تاهن و پسرش لعدان و پسرش امیهود و پسرش علی شمع و پسرش نون و پسرش یهوشوع و املاک و مسکنهای ایشان بیت ایل و دهات آن بود و به طرف مشرق نعران و به طرف مغرب جازر و دهات آن و پسرش رافه و راشف و پسرش تاله و پسرش تاهن و پسرش لعدان و پسرش امیهود و پسرش علی شمع و پسرش نون و پسرش یهوشوع و املاک و مسکنهای ایشان بیت ایل و دهات آن بود و به طرف مشرق نعران و به طرف مغرب جازر و دهات آن و شکیم و دهات آن تا غزه و دهات آن و نزد حدود بنی منسی بیت شان و دهات آن و تعناک و دهات آن و مجدو و دهات آن و دور و دهات آن که در اینها پسران یوسف بن اسرائیل ساکن بودند. پسران اشیر یمنه و یشوه و یشوی و بریعه بودند و خواهر ایشان ساره بود و پسران بریعه حابر و ملک ایل که همان پدر برزاوت باشد و حابر یفیلیت و شومیر و حوتام و خواهر ایشان شوآرا آورد و پسران یفلیت فاسک و بمحال و اشوت بودند. اینانند بنی یفلیت و پسران شامراخی و رهجه و یهوبه و ارام و پسران هیلام برادر وی سوفه و یمنا و شالش و آمال بودند و پسران سوفه سوه و هر نفر و شوال و بیری و یمره و باسر و هود و شما و شلشه و یتران و بعیرا و پسران یتر یفنه و فسفا و ارا و پسران اولا آره و حننئیل و رسیا. جمعی اینها پسران اشیر و رؤسای خاندان آبایی ایشان و برگزیدگان مردان جنگی و رؤسای سرداران بودند
و شماره ایشان که در لشکر برای جنگ بر حسب نسب نامه ثبت گردید 26,000 نفر بود. اول تواریخ ایام باب هشتم. و بنیامین نخست زاده خود بالع را آورد و دومین اشبیل و سومش اخرخ و چهارم نوحه و پنجم رافا را و پسران بالع ادار و جیرا و ابیهود و ابیشوع و نعمان و اخوخ و جیرا و شفوفان و هورام بودند و اینانند پسران اخود که رؤسای خاندان آبای ساکنان جبع بودند و ایشان را به مناحت کوچانیدند و او نعمان و اخیا و جیرا را کوچانید و او عزا و اخیهود را تولید نمود و شهرایم در بلاد موآب بعد از طلاق دادن زنان خود هوشیم و بعرا فرزندان تولید نمود. پس از زن خیش که خداش نام داشت یوباب و زبیا و میشا و ملکام را آورد و یعوس و شکیا و مرمه را که اینها پسران او و رؤسای خاندانهای آبا بودند و از هوشیم ابیتوب و الفعل را آورد و پسران الفعل آبر و مشام و شامر که اونو و لود و دهاتش را بنانهاد بودند و بریعه و شامه که ایشان رؤسای خاندان آبای ساکنان ایلون بودند و ایشان ساکنان جت را اخراج نمودند و اخیو و شاشق و یریموت و زبدیا و آرد و آدر و میکائیل و یشفع و یوخا پسران بریعه بودند و زبدیا و مشلام و جسقی و حابر و یش مرای و یزلیا و یوباب پسران الفعل بودند و یعقیم و ذکری و زبدی و علی اینای و سلطای و ایلی ایل و ادایا و بریا و شمرت پسران شمعی و یشفان و آبر و ایلی ایل و عبدون و ذکری و هانان و حننیا و ایلام و انتوتیا و یفدیا و فنوئیل پسران شاشق بودند و شمشرای و شهریا و اتلیا و یرشیا و ایلیا و ذکری پسران یروهام بودند. اینان رؤسای خاندان آبا بر حسب انصاب خود و سرداران بودند و ایشان در اورشلیم سکونت داشتند. و در جبعون پدر جبعون سکونت داشت و اسم زنش معکه بود و نخست زاده اش عبدون بود پسر سور و قیس و بعل و ناداب و جدور و اخیو و زاکر و مقلوت شماه را آورد و ایشان نیز با برادران خود در اورشلیم در مقابل برادران ایشان ساکن بودند و نیر قیس را آورد و قیس شاول را آورد و شاول یهوناتان و ملکیشو و ابیناداب و اشبل را آورد و پسر یهوناتان مریب بعل بود و مریب بعل میکا را آورد و پسران میکا فیتون و مالک و تاری و آهاز بودند و آهاز یهوعده را آورد یهو عده المت و ازموت و زمری را آورد و زمری موسا را آورد و موسا بن آ را آورد و پسرش رافه بود و پسرش الاسه و پسرش آسیل بود و آسیل را شش پسر بود و نامهای ایشان اینهاست: از ریقام و بکرو و اسماعیل و شعریا و اوبدیا و هانان و جمیع اینها پسران آسیلند. و پسران ایشق برادر او نخست زاده اش اولام و دومین یعوش و سومین علی فلت و پسران اولام
مردان زورآور شجاع و تیرانداز بودند و پسران و پسران پسران ایشان بسیار، یعنی 150 نفر بودند. جمیع اینها از بنی بنیامین می باشند. اول تواریخ ایام باب نهم. و تمامی اسرائیل بر حسب نسب‌نامه‌های خود شمرده شدند و اینک در کتاب پادشاهان اسرائیل مکتوبند و یهودا به سبب خیانت خود به بابل به اسیری رفتند و کسانی که اول در ملک‌ها و شهرهای ایشان سکونت داشتند اسرائیلیان و کاهنان و لاویان و نتینیم بودند. و در اورشلیم بعضی از بنی یهودا و از بنی بنیامین و از بنی افرایم و منسی ساکن بودند. اوتای ابن امیهود بن عمری ابن امری ابن بانی از بنی فارس بن یهودا و از شیلونیان نخست زاده اش عسایا و پسران او و از بنی زاره یعوئیل و برادران ایشان 690 نفر و از بنی بنیامین سلو ابن مشلام ابن هودویا ابن حسنواه و یبنیا ابن یروهام و ایلت ابن عزی ابن مکری و مشلام بن شفتیا بن رعوئیل بن یبنیا و برادران ایشان بر حسب انصاب ایشان 956 نفر. جمیع اینها رؤسای اجداد بر حسب خاندانهای آبای ایشان بودند. و از کاهنان یدعیا و یهویاریب و یاکین و از ریقا ابن هلقیا ابن مشلام بن صادوق بن مرایوت بن اخیتوب رئیس خانه خدا. و عدایا ابن یروهام بن فشهور بن ملکیا و معصای ابن عدیئیل بن یحزیر بن مشلام بن مشیلیمیت بن امیر و برادران ایشان که رؤسای خاندان آبای ایشان بودند 1760 نفر که مردان رشید به جهت عمل خدمت خانه خدا بودند. و از لاویان شمعیا ابن حشوب بن ازریقام بن حشبیا از بنی مراری و بقر و هارش و جلال و متنیا ابن میکا ابن ذکری ابن آصاف و عوبدیا ابن شمعیا ابن جلال و بن یدوتون و برخیا ابن آسا ابن القانه که در دهات نتوفاتیان ساکن بود و دربانان شلوم و عقوب و تلمون و اخیمان و برادران ایشان و شلوم رئیس بود و ایشان تا الان بر دروازه شرقی پادشاه می باشند و دربانان فرقه بنیلاوی بودند و شلوم بن قوری ابن ابیاساف بن قوره و برادرانش از خاندان پدرش یعنی از بنی قوره که ناظران عمل خدمت و مستحفظان دروازه های خیمه بودند و پدران ایشان ناظران اردوی خداوند و مستحفظان مدخل آن بودند. و فینهاس بن الازار سابق رئیس ایشان بود و خداوند با وی می بود. و زکریا ابن مشلمیا دربان دروازه خیمه اجتماع بود و جمیع اینانی که برای دربانی دروازه ها منتخب شدند 212 نفر بودند و ایشان در دهات خود بر حسب نسب نامه های خود شمرده شدند که داوود و سموئیل رائی ایشان را بر وظیفه های ایشان گماشته بودند. پس ایشان و پسران ایشان بر دروازه های خانه خداوند و خانه خیمه برای نگاهبانی آن گماشته شدند و دربانان به هر چهار طرف یعنی به مشرق و مغرب و شمال و جنوب بودند.
و برادران ایشان که در دهات خود بودند، هر هفت روز نوبت به نوبت با ایشان می آمدند. زیرا چهار رئیس دربانان که لاویان بودند، منصب خاص داشتند و ناظران حجره ها و خزانه های خانه خدا بودند و به اطراف خانه خدا منزل داشتند، زیرا که نگاهبانیش بر ایشان بود و باز کردن آن هر صبح بر ایشان بود. و بعضی از ایشان بر آلات خدمت مأمور بودند، چون که آنها را به شماره می آوردند و به شماره بیرون می بردند. از ایشان بر اسباب و جمیع آلات قدس و آرد نرم و شراب و روغن و بخور و عطریات مأمور بودند و بعضی از پسران کاهنان عطریات خوشبو را ترکیب می کردند و متتیا که از جمله لاویان و نخست زاده شلوم قورهی بود بر عمل مطبوخات گماشته شده بود. و بعضی از برادران ایشان از پسران قحاتیان بر نان تقدمه مأمور بودند تا آن را در هر روز سبت مهیا سازند. و مقنیان از رؤسای خاندان آبای لاویان در حجره ها سکونت داشتند و از کار دیگر فارغ بودند، زیرا که روز و شب در کار خود مشغول می بودند. ایران رؤسای خاندان آبای لاویان و بر حسب انصاب خود رئیس بودند و در اورشلیم سکونت داشتند و در جبعون پدر جبعون یعوئیل سکونت داشت و اسم زنش معکه بود و نخست زادهش عبدون بود. پس سور و قیس و بعل و نیر و ناداب و جدور و اخیو و زکریا و مقلوت و مقلوت شمام را آورد و ایشان نیز با برادران خود در اورشلیم در مقابل برادران ایشان ساکن بودند. و نیر قیس را آورد و قیس شاول را آورد و شاول یهوناتان و ملکیشو و ابیناداب و اشبعل را آورد. و پسر یهوناتان مریب بعل بود و مریب بعل میکا را آورد و پسر میکا فیتون و مالک و تحریع و آهاز بودند و آهاز یعره را آورد و یعره علمت و ازموت و زمری را آورد و زمری موسا را آورد و موسا بن آ را آورد و پسرش رفایا و پسرش الاسع و پسرش آسیل و آسیل را شش پسر بود و این است نامهای ایشان از ریقام و بکرو و اسماعیل و شعریا و عبدیا و هانان، اینها پسران آسیل می باشند. اول تواریخ ایام باب دهم. و فلسطینیان با اسرائیل جنگ کردند و مردان اسرائیل از حضور فلسطینیان فرار کردند و در کوه جلبوع کشته شده افتادند. و فلسطینیان شاول و پسرانش را به سختی تعاقب نمودند و فلسطینیان پسران شاول، یوناتان و ابیناداب و ملکیشوع را کشتند. و جنگ بر شاول سخت شد و تیراندازان او را دریافتند و از تیراندازان مجروح شد. و شاول به سلاحدار خود گفت: شمشیر را بکش و به من فروبر، مبادا این نامختونان بیایند و مرا افتضاح کنند. اما سلاحدارش نخواست، زیرا که بسیار می ترسید. پس شاول شمشیر را گرفته بر آن افتاد و سلاحدارش چون شاول را مرده دید، او نیز بر شمشیر افتاده بمرد. و شاول مرد و سه پسرش و تمامی اهل خانه‌اش همراه وی مردند. و چون جمیع مردان اسرائیل که در وادی بودند این را دیدند که لشکر منهزم شده و شاول و پسرانش مرده‌اند، ایشان نیز شهرهای خود را ترک کرده گریختند و فلسطینیان آمده در آنها قرار گرفتند.
و روز دیگر واقع شد که چون فلسطینیان آمدند تا کشتگان را برهنه نمایند، شاول و پسرانش را در کوه جلبوع افتاده یافتند. پس او را برهنه ساخته، سر و اسلحه اش را گرفتند و آنها را به زمین فلسطینیان به هر طرف فرستادند تا به بت‌ها و قوم خود مژده برسانند و اسلحه اش را در خانه خدایان خود گذاشتند و سرش را در خانه داجون به دیوار کوبیدند. و چون تمامی اهل یابیش جلعاد آنچه را که فلسطینیان به شاول کرده بودند شنیدند، جمیع شجاعان برخاسته جسد شاول و جسدهای پسرانش را برداشته، آنها را به یابیش آورده، استخوانهای ایشان را زیر درخت بلوط که در یابیش است دفن کردند و 7 روز روزه داشتند. پس شاول به سبب خیانتی که به خداوند ورزیده بود مرد، به جهت کلام خداوند که آن را نگاه نداشته بود و از این جهت نیز که از صاحبه اجنه سؤال نموده بود و چون که خداوند را نطلبیده بود او را کشت و سلطنت او را به داوود بن یسا برگردانید. اول تواریخ ایام باب 11. و تمامی اسرائیل نزد داوود در حبرون جمع شده گفتند، اینک ما استخوانها و گوشت تو می باشیم. و قبل از این نیز هنگامی که شاول پادشاه می بود، تو اسرائیل را بیرون می بردی و درون می آوردی و یهوه خدایت تو را گفت که تو قوم من اسرائیل را شبانی خواهی نمود و تو بر قوم من اسرائیل پیشوا خواهی شد. و جمیع مشایخ اسرائیل نزد پادشاه به حبرون آمدند و داوود با ایشان به حضور خداوند در حبرون عهد بست و داوود را بر حسب کلامی که خداوند به واسطه سموئیل گفته بود به پادشاهی اسرائیل مأس نمودند. و داوود و تمامی اسرائیل به اورشلیم که یبوس باشد آمدند و یبوسیان در آن زمین ساکن بودند و اهل یبوس به داوود گفتند به اینجا داخل نخواهی شد، اما داوود قلعه صهیون را که شهر داوود باشد بگرفت و داوود گفت هر که یبوسیان را اول مغلوب سازد رئیس و سردار خواهد شد. پس یوآب بن سرویه اول برآمد و رئیس شد و داوود در آن قلعه ساکن شد، از آن جهت آن را شهر داوود نامیدند و شهر را به اطراف آن و گرداگرد ملوه بنا کرد و یوآب باقی شهر را تعمیر نمود و داوود ترقی کرده بزرگ می شد و یهوه سبایوت با وی می بود. و اینانند رؤسای شجاعانی که داوود داشت که با تمامی اسرائیل او را در سلطنتش تقویت دادند تا او را بر حسب کلامی که خداوند درباره اسرائیل گفته بود پادشاه سازد. و عدد شجاعانی که داوود داشت این است: یشبعام بن حکونی که سردار شلیشیم بود که بر 300 نفر نیزه خود را حرکت داد و ایشان را در یک وقت کشت. و بعد از او الاعزار بن دودوی اخوخی که یکی از آن 3 شجاع بود. او با داوود در فسدمیم بود وقتی که فلسطینیان در آنجا برای جنگ جمع شده بودند و قطعه زمین پر از جو بود و قوم از حضور فلسطینیان فرار می کردند و ایشان در میان آن قطعه زمین ایستاده آن را محافظت نمودند و فلسطینیان را شکست دادند و خداوند نصرت عظیمی به ایشان داد. و 3 نفر از آن 30 سردار به صخره نزد داوود به مقاره عدولام فرود شدند و لشکر فلسطینیان در وادی رفائیم اردو زده بودند و داوود در آن وقت در ملاز خیش بود
و قراول فلسطینیان آن وقت در بیت لحم بودند. و داوود خواهش نموده گفت، کاش کسی مرا از آب چاهی که نزد دروازه بیت لحم است بنوشاند. پس آن سه مرد لشکر فلسطینیان را از میان شکافته، آب را از چاهی که نزد دروازه بیت لحم است کشیده برداشتند و آن را نزد داوود آوردند. اما داوود نخواست که آن را بنوشد و آن را به جهت خداوند بریخت و گفت، ای خدای من، حاشا از من که این کار را بکنم. آیا خون این مردان را بنوشم که جان خود را به خطر انداختند، زیرا به خطر جان خود آن را آوردند. پس نخواست که آن را بنوشد. کاری که این سه مرد شجاع کردند این است. و ابیشای برادر یوآب سردار آن سه نفر بود و او نیز نیزه خود را بر 300 نفر حرکت داده ایشان را کشت و در میان آن سه نفر اسم یافت. در میان آن سه از دو مکرمتر بود، پس سردار ایشان شد، لیکن به سه نفر اول نرسید. و بنایا ابن یهویادا پسر مردی شجاع قبسیلی بود که کارهای عظیم کرده بود و پسر اریئیل موآبی را کشت و در روز برف به حفره‌ای فرود شده شیری را کشت و مرد مصری بلندقد را که قامت او 5 ذراع بود کشت و آن مصری در دست خود نیزه ای مثل نورد نساجان داشت، اما او نزد وی با چوب دستی رفت و نیزه را از دست مصری رو بوده وی را با نیزه خودش کشت. بنایا ابن یهویادا این کارها را کرد و در میان آن سه مرد شجاع اسم یافت. اینک او از آن 30 نفر مکرم تر شد، لیکن به آن 3 نفر اول نرسید و داوود او را بر اهل مشورت خود برگماشت. و نیز از شجاعان لشکر اسائیل برادر یوآب و الهانان بن دودوی بیت لحمی و شموت حروری و حالس فلونی و ایرا ابن قیش تقویی و ابی ازر اناتوتی و سبکای هوشاتی و ایلای اخوخی و مهرای نتوفاتی و خالد بن بعنه نتوفاتی و اتای ابن ریبای از جبعه بنی بنیامین و بنایای فرآتونی و هورای از وادیهای جاعش و ابی ایل عروباتی و از موت بهرومی و ایه حبای شعلبونی و از بنی هاشم جزونی یوناتان بن شاجای حراری و اخیام بن ساکار حراری و علیفال بن اور و حافر مکیراتی و اخیای فلونی و حسروی کرملی و نعرای ابن ازبای و یوئیل برادر ناتان و مپار بن حجری و سالق امونی و نهرای بیروتی که سلاحدار یوآب بن سرایه بود و ایرای یتری و جارب یتری و اوریای هتی و زاباد بن احلای و ادیناب ابن شیزای رعوبینی که سردار رعوبینیان بود و 30 نفر همراهش بودند و هانان بن معکه و یوشافات متنی و عزیای اشتروتی و شاما و یعوئیل پسران حوتام اروئیری و یدیئیل بن شمری و برادرش یوخای تیسی و علیئیل از مهویم و یربیای یوشویا پسران النعم و یتمه موآبی و علیئیل و عبید و یعسئیل مسوباتی. اول تواریخ ایام باب 12.
و اینانند که نزد داوود به سقلق آمدند، هنگامی که او هنوز از ترس شاول بن قیس گرفتار بود، و ایشان از آن شجاعان بودند که در جنگ معاون او بودند، و به کمان مسلح بودند و سنگها و تیرها از کمانها از دست راست و دست چپ می انداختند و از برادران شاول بنیامینی بودند. سردار ایشان اخی عزر بود و بعد از او یوآش پسران شماعه جبعاتی و یزیئیل و فالت پسران ازموت و براکه و ییهوی اناتوتی و یشمعیای جبعونی که در میان آن 30 نفر شجاع بود و بر آن 30 نفر برتری داشت و ارمیا و یحزیئیل و یوحانان و یوزاباد جدیراتی و الوزای و یریموت و بعلیا و شمریا و شفتیای حروفی و القانه و یشیا و عزرئیل و یوعزر و یشبعام که از قورهیان بودند و یوئیلا و زبدیا پسران یروحام جدوری و بعضی از جادیان که مردان قوی شجاع و مردان جنگ آزموده و مسلح به سپر و تیراندازان که روی ایشان مثل روی شیر و مانند غزال کوهی تیزرو بودند، خیشتن را نزد داوود در ملاز بیابان جدا ساختند که رئیس ایشان آزر و دومین اوبدیا و سومین علیاب بود و چهارمین مشمنه و پنجمین ارمیا و ششم اتای و هفتم علیئیل و هشتم یوحانان و نهم الزاباد و دهم ارمیا و یازدهم مکبنای. اینان از بنی جاد رؤسای لشکر بودند که کوچکتر ایشان برابر 100 نفر و بزرگتر برابر 1000 نفر می بود. اینانند که در ماه اول از اردن عبور نمودند، هنگامی که آن از تمامی حدودش سیلان کرده بود و جمیع ساکنان وادیها را هم به طرف مشرق و هم به طرف مغرب منهزم ساختند. و بعضی از بنی بنیامین و یهودا نزد داوود به آن ملاز آمدند و داوود به استقبال ایشان بیرون آمده ایشان را خطاب کرده گفت: اگر با سلامتی برای اعانت من نزد من آمدید، دل من با شما ملصق خواهد شد و اگر برای تسلیم نمودن من به دست دشمنانم آمدید، با آنکه ظلمی در دست من نیست، پس خدای پدران ما این را ببیند و انصاف نماید. آنگاه روح بر اماسای که رئیس شلاشیم بود نازل شد و او گفت: ای داوود، ما از آن تو و ای پسر یسا، ما با تو هستیم. سلامتی، سلامتی بر تو باد و سلامتی بر انصار تو باد، زیرا خدای تو نصرت دهنده توست. پس داوود ایشان را پذیرفته سرداران لشکر ساخت. و بعضی از منسی به داوود ملحق شدند هنگامی که او همراه فلسطینیان برای مقاتله با شاول می رفت، اما ایشان را مدد نکردند، زیرا که سرداران فلسطینیان بعد از مشورت نمودن او را پس فرستاده گفتند که او با سرهای ما به آقای خود شاول ملحق خواهد شد. و هنگامی که به سقلق می رفت، بعضی از منسی به او پیوستند، یعنی ادناه و یوزاباد و یدیئیل و میکائیل و یوزاباد و الیهو و سلتای که سرداران هزاره های منسی بودند. ایشان داوود را به مقاومت فوجهای امالقه مدد کردند، زیرا جمیع ایشان مردان قوی شجاع و سردار لشکر بودند. زیرا در آن وقت روز به روز برای اعانت داوود نزد وی می آمدند تا لشکر بزرگ مثل لشکر خدا شد. و این است شماره افراد آنانی که برای جنگ مسلح شده نزد داوود به حبرون آمدند تا سلطنت شاول را
بر حسب فرمان خداوند به وی تحویل نمایند. از بنی یهودا 6800 نفر که سپر و نیزه داشتند و مسلح جنگ بودند. از بنی شمعون 7100 نفر که مردان قوی شجاع برای جنگ بودند. از بنی لاوی 4600 نفر و یهویادا رئیس بنی هارون و 3700 نفر همراه وی. و صادوق که جوان قوی و شجاع بود با 22 سردار از خاندان پدرش. و از بنی بنیامین 3000 نفر از برادران شاول و تا آن وقت اکثر ایشان وفای خاندان شاول را نگاه می داشتند. و از بنی افرایم 20800 نفر که مردان قوی و شجاع و در خاندان پدران خیش نامور بودند. و از نصف سبط منسی 18000 نفر که به نامهای خود تعیین شده بودند که بیایند و داوود را به پادشاهی نسب نمایند. و از بنی یساکار کسانی که از زمانها مخبر شده می فهمیدند که اسرائیلیان چه باید بکنند، سرداران ایشان 200 نفر و جمیع برادران ایشان فرمانبردار ایشان بودند. و از زبولون 50000 نفر که با لشکر بیرون رفته می توانستند جنگ را با همه آلات حرب بیارایند و صف آرایی کنند و دودل نبودند. و از نفتالی 1000 سردار و با ایشان 37000 نفر با سپر و نیزه. و از بنی دان 28600 نفر که برای جنگ مهیا شدند. و از اشیر 40000 نفر که با لشکر بیرون رفته می توانستند جنگ را مهیا سازند. و از آن طرف اردن از بنی رعوبین و بنی جاد و نصف سبط منسی 120000 نفر که با جمیع آلات لشکر برای جنگ مهیا شدند. جمیع اینها مردان جنگی بودند که بر سفارایی قادر بودند، با دل کامل به حبرون آمدند تا داوود را بر تمامی اسرائیل به پادشاهی نسب نمایند. و تمامی بقیه اسرائیل نیز برای پادشاه ساختن داوود یک دل بودند و در آنجا با داوود 3 روز اکل و شرب نمودند، زیرا که برادران ایشان به جهت ایشان تدارک دیده بودند و مجاوران ایشان نیز تا یساکار و زبولون و نفتالی نان بر الاغ‌ها و شتران و قاطران و گاوان آوردند و مأکولات از آرد و قرص‌های انجیر و کشمش و شراب و روغن و گاوان و گوسفندان به فراوانی آوردند، چون که در اسرائیل شادمانی بود. اول تواریخ ایام باب 13. و داوود با سرداران هزاره و صده و با جمیع رؤسا مشورت کرد. و داوود به تمامی جماعت اسرائیل گفت: اگر شما مصلحت می دانید و اگر این از جانب یهوه خدای ما باشد، نزد برادران خود که در همه زمینهای اسرائیل باقی مانده اند، به هر طرف بفرستیم و با ایشان کاهنان و لاویانی که در شهرهای خود و حوالی آنها می باشند نزد ما جمع شوند و تابوت خدای خیش را باز نزد خود بیاوریم، چون که در ایام شاول نزد آن مسئلت ننمودیم. و تمامی جماعت گفتند که چنین بکنیم، زیرا که این امر به نظر تمامی قوم پسند آمد. پس داوود تمامی اسرائیل را از شیهور مصر تا مدخل حمات جمع کرد تا تابوت خدا را از قریت یعاریم بیاورند. و داوود و تمامی اسرائیل به بعله که همان قریت یعاریم است و از آن یهودا بود برآمدند تا تابوت خدا یهوه را که در میان کروبیان
در جایی که اسم او خوانده می شود ساکن است از آنجا بیاورند. و تابوت خدا را بر عرابه‌ای تازه از خانه ابیناداب آوردند و عزا و اخیو عرابه را می راندند. و داوود و تمامی اسرائیل با سرود و بربط و عود و دف و سنج و کرنا به قوت تمام به حضور خدا وجد می نمودند. و چون به خرمنگاه کیدون رسیدند، عزا دست خود را دراز کرد تا تابوت را بگیرد، زیرا گاوان می لغزیدند. و خشم خداوند بر عزا افروخته شده او را زد از آن جهت که دست خود را به تابوت دراز کرد و در آنجا به حضور خدا مرد. و داوود محزون شد چون که خداوند بر عزا رخنه نمود و آن مکان را تا امروز فارس عزا نامید. و در آن روز داوود از خدا ترسان شده گفت: تابوت خدا را نزد خود چگونه بیاورم؟ پس داوود تابوت را نزد خود به شهر داوود نیاورد، بلکه آن را به خانه عبید ادوم جتی برگردانید و تابوت خدا نزد خاندان عبید ادوم در خانه اش 3 ماه ماند و خداوند خانه عبید ادوم و تمامی مایملک او را برکت داد. اول تواریخ ایام باب 14. و هیرام پادشاه سور، قاصدان با چوب سرو آزاد و بنایان و نجاران نزد داوود فرستاد تا خانه‌ای برای او بسازند. و داوود دانست که خداوند او را به پادشاهی اسرائیل استوار داشته است، زیرا که سلطنتش به خاطر قوم او اسرائیل به درجه بلند برافراشته شده بود. و داوود در اورشلیم باز زنان گرفت و داوود پسران و دختران دیگر تولید نمود. و این است نامهای فرزندانی که در اورشلیم برای وی به هم رسیدند: شمو و شوباب و ناتان و سلیمان و یبهار و علیشو و علیفالت و نوجع و نافج و یافی و علیشامع و بعلیادا و علی فلت. و چون فلسطینیان شنیدند که داوود به پادشاهی تمام اسرائیل معز شده است، پس فلسطینیان برآمدند تا داوود را برای جنگ بطلبند. و چون داوود شنید به مقابله ایشان برآمد. و فلسطینیان آمده در وادی رفائیم منتشر شدند و داوود از خدا مسئلت نموده گفت: آیا به مقابله فلسطینیان برایم و آیا ایشان را به دست من تسلیم خواهی نمود؟ خداوند او را گفت: برای و ایشان را به دست تو تسلیم خواهم کرد. پس به بعل فراسیم برآمدند و داوود ایشان را در آنجا شکست داد. و داوود گفت: خدا بر دشمنان من به دست من مثل رخنه آب رخنه کرده است. بنابراین آن مکان را بعل فراسیم نام نهادند و خدایان خود را در آنجا ترک کردند و داوود امر فرمود که آنها را به آتش بسوزانند. و فلسطینیان بار دیگر در آن وادی منتشر شدند و داوود باز از خدا سؤال نمود و خدا او را گفت: از عقب ایشان مرو، بلکه از ایشان رو گردانیده در مقابل درختان توت به ایشان نزدیک شو. و چون در سر درختان توت آواز قدم ها بشنوی، آنگاه برای جنگ بیرون شو، زیرا خدا پیش روی تو بیرون رفته است تا لشکر فلسطینیان را مغلوب سازد. پس داوود بر وفق آنچه خدا او را امر فرموده بود عمل نمود و لشکر فلسطینیان را از جبعون تا جازر شکست دادند و اسم داوود در جمیع اراضی شیوع یافت و خداوند ترس او را بر تمامی امتها مستولی ساخت. اول تواریخ ایام باب 15.
و داوود در شهر خود خانه ها بنا کرد و مکانی برای تابوت خدا مهیا ساخته خیمه‌ای به جهت آن برپا نمود. آنگاه داوود فرمود که غیر از لاویان کسی تابوت خدا را بر ندارد، زیرا خداوند ایشان را برگزیده بود تا تابوت خدا را بردارند و او را همیشه خدمت نمایند. و داوود تمامی اسرائیل را در اورشلیم جمع کرد تا تابوت خداوند را به مکانی که برایش مهیا ساخته بود بیاورند. و داوود پسران هارون و لاویان را جمع کرد. از بنی قهات اوریئیل رئیس و 120 نفر برادرانش را. از بنی مراری عصایای رئیس و 220 نفر برادرانش را. از بنی جرشوم یوئیل رئیس و 130 نفر برادرانش را. از بنی علی صافان شمعیای رئیس و 200 نفر برادرانش را. از بنی حبرون ایلیئیل رئیس و 80 نفر برادرانش را. از بنی عزیئیل امیناداب رئیس و 112 نفر برادرانش را. و داوود صادوق و ابیاتار کهنه و لاویان یعنی اوریئیل و عصایا و یوئیل و شمعیا و ایلیئیل و امیناداب را خوانده به ایشان گفت: شما رؤسای خاندانهای آبای لاویان هستید، پس شما و برادران شما خیشتن را تقدیس نمایید تا تابوت یهوه خدای اسرائیل را به مکانی که برایش مهیا ساخته ام بیاورید. زیرا از این سبب که شما دفعه اول آن را نیاوردید، یهوه خدای ما بر ما رخنه کرد، چون که او را به حسب قانون نطلبیدیم. پس کاهنان و لاویان خیشتن را تقدیس نمودند تا تابوت یهوه خدای اسرائیل را بیاورند. و پسران لاویان بر وفق آنچه موسی بر حسب کلام خداوند امر فرموده بود، چوب دستی های تابوت خدا را بر کتف های خود گذاشته آن را برداشتند. و داوود رؤسای لاویان را فرمود تا برادران خود مقنیان را با آلات موسیقی از عودها و بربطها و سنجها تعیین نمایند تا به آواز بلند و شادمانی صدا زنند. پس لاویان هیمان بن یوئیل و از برادران او آصاف بن برکیا و از برادران ایشان بنی مراری ایتان بن قوشیا را تعیین نمودند. و با ایشان از برادران درجه دوم خود زکریا و بین و یعزئیل و شمیراموت و یحییل و اونی و علیاب و بنایا و معسیا و متتیا و علی فلیا و مقنیا و عبید ادوم و یعیئیل دربانان را. و از مقنیان هیمان و آصاف و ایتان را با سنجهای برنجین تا بنوازند. و زکریا و عزیئیل و شمیراموت و یحییل و اونی و علیاب و معسیا و بنایا را با عودها بر آلاموت. و متتیا و علی فلیا و مقنیا و عبید ادوم و یعیئیل و عزریا را با بربطهای بر سمانی تا پیش روی نمایند. و کننیا رئیس لاویان بر نقمات بود و مقنیان را تعلیم می داد، زیرا که ماهر بود. و برکیا و القانه دربانان تابوت بودند. و شبنیا و یوشافات و نتنئیل و اماسای و زکریا و بنایا و علی ازر کهنه پیش تابوت خدا کرنا می نواختند و عبید ادوم و یحیی دربانان تابوت بودند. و داوود و مشایخ اسرائیل و سرداران هزاره رفتند تا تابوت عهد خداوند را از خانه عبید ادوم با شادمانی بیاورند. و چون خدا لاویان را که تابوت عهد خداوند را برمی داشتند اعانت کرد،
ایشان 7 گاو و 7 قوچ ذبح کردند و داوود و جمیع لاویانی که تابوت را برمی داشتند و مقنیان و کننیا که رئیس نقمات مقنیان بود به کتان نازک ملبس بودند و داوود ایفود کتان در بر داشت. و تمامی اسرائیل تابوت عهد خداوند را به آواز شادمانی و آواز بوق و کرنا و سنج و عود و بربط می نواختند. و چون تابوت عهد خداوند وارد شهر داوود می شد، میکال دختر شاول از پنجره نگریست و داوود پادشاه را دید که رقص و وجد می نماید. او را در دل خود خار شمرد. اول تواریخ ایام باب 16. و تابوت خدا را آورده آن را در خیمه‌ای که داوود برایش برپا کرده بود گذاشتند و قربانی‌های سوختنی و ذبایح سلامتی به حضور خدا گذرانیدند. و چون داوود از گذرانیدن قربانی‌های سوختنی و ذبایح سلامتی فارغ شد، قوم را به اسم خداوند برکت داد و به جمیع اسرائیلیان، به مردان و زنان، به هر یکی یک گرده نان و یک پاره گوشت و یک قرص کشمش بخشید. و بعضی از لاویان را برای خدمتگزاری پیش تابوت خداوند تعیین نمود تا یهوه خدای اسرائیل را ذکر نمایند و شکر گویند و تسبیح خوانند، یعنی آصاف رئیس، و بعد از او زکریا و یعیئیل و شمیرآمود و یحییل و متتیا و علیاب و بنایا و عبید ادوم و یعیئیل را با عودها و بربتها و آصاف با سنجها می نواخت. و بنایا و یحزئیل کهنه پیش تابوت عهد خدا با کرناها دائما حاضر می بودند. پس در همان روز داوود اولا این سرود را به دست آصاف و برادرانش داد تا خداوند را تسبیح بخوانند. یهوه را حمد گویید و نام او را بخوانید. اعمال او را در میان قوم‌ها اعلام نمایید. او را بسرایید، برای او تسبیح بخوانید، در تمامی کارهای عجیب او تفکر نمایید. در نام قدوس او فخر کنید، دل طالبان خداوند شادمان باشد، خداوند و قوت او را بطلبید، روی او را پیوسته طالب باشید، کارهای عجیب را که او کرده است به یاد آورید، آیات او و داوری‌های دهان وی را، ای ذریت بنده او اسرائیل، ای فرزندان یعقوب برگزیده او، یهوه خدای ماست، داوری‌های او در تمامی جهان است، عهد او را به یاد آورید تا ابدالآباد و کلامی را که به هزاران پشت فرموده است، آن عهدی را که با ابراهیم بسته و قسمی را که برای اسحاق خورده است و آن را برای یعقوب فریضه قرار داد و برای اسرائیل عهد جاودانی. و گفت زمین کنعان را به تو خواهم داد تا حصه میراث شما شود. هنگامی که عددی معدود بودید، قلیل العدد و قربا در آنجا، و از امتی تا امتی سرگردان می بودند و از یک مملکت تا قوم دیگر. او نگذاشت که کسی بر ایشان ظلم کند، بلکه پادشاهان را به خاطر ایشان توبیخ نمود که بر مسیحان من دست مگذارید و انبیای مرا ضرر مرسانید. ای تمامی زمین یهوه را بسرایید، نجات او را روز به روز بشارت دهید، در میان امتها جلال او را ذکر کنید و کارهای عجیب او را در جمیع قومها، زیرا خداوند عظیم است و بی نهایت محمود و او محیب است بر جمیع خدایان، زیرا جمیع خدایان امتها بت‌هایند، اما یهوه آسمانها را آفرید. مجد و جلال به حضور وی است
قوت و شادمانی در مکان اوست. ای قبایل قومها، خداوند را توصیف نمایید. خداوند را به جلال و قوت توصیف نمایید. خداوند را به جلال اسم او توصیف نمایید. هدایا بیاورید و به حضور وی بیایید. خداوند را در زینت قدوسیت بپرستید. ای تمامی زمین از حضور وی بلرزید. ربع مسکون نیز پایدار شد و جنبش نخواهد خورد. آسمان شادی کند و زمین سرور نماید و در میان امتها بگویند که یهوه سلطنت می کند. دریا و پری آن قرش نماید و صحرا و هرچه در آن است به وجد آید. آنگاه درختان جنگل ترنم خواهند نمود به حضور خداوند، زیرا که برای داوری جهان می آید. یهوه را حمد بگویید، زیرا که نیکوست، زیرا که رحمت او تا ابدالآباد است، و بگویید ای خدای نجات ما، ما را نجات بده و ما را جمع کرده از میان امتها رهایی بخش، تا نام قدوس تو را حمد گوییم و در تسبیح تو فخر نماییم. یهوه خدای اسرائیل متبارک باد از ازل تا ابدالآباد. و تمامی قوم آمین گفتند و خداوند را تسبیح خواندند. پس آساف و برادرانش را آنجا پیش تابوت عهد خداوند گذاشت تا همیشه پیش تابوت به خدمت هر روز در روزش مشغول باشند. و عبید ادوم و 68 نفر برادران ایشان و عبید ادوم بن یدتون و حوسه درباران را و صادوق کاهن و کاهنان برادرانش را پیش مسکن خداوند در مکان بلندی که در جبعون بود تا قربانی های سوختنی برای خداوند بر مذبح قربانی سوختنی دائما صبح و شام بگذرانند بر حسب آنچه در شریعت خداوند که آن را به اسرائیل امر فرموده بود مکتوب است. و با ایشان هیمان و یدوتون و سایر برگزیدگانی را که اسم ایشان ذکر شده بود تا خداوند را حمد گویند، زیرا که رحمت او تا ابدالآباد است. و همراه ایشان هیمان و یدوتون را با کرناها و سنجها و آلات نقمات خدا به جهت نوازندگان و پسران یدوتون را تا نزد دروازه باشند. پس تمامی قوم هر یکی به خانه خود رفتند، اما داوود برگشت تا خانه خود را تبرک نماید. اول تواریخ ایام باب 17. و واقع شد چون داوود در خانه خود نشسته بود که داوود به ناتان نبی گفت: اینک من در خانه سرو آزاد ساکن می باشم و تابوت عهد خداوند زیر پرده هاست. ناتان به داوود گفت: هر آنچه در دلت باشد به عمل آور، زیرا خدا با توست. و در آن شب واقع شد که کلام خدا به ناتان نازل شده گفت: برو و به بنده من داوود بگو خداوند چنین می فرماید: تو خانه‌ای برای سکونت من بنا نخواهی کرد، زیرا از روزی که بنی اسرائیل را بیرون آوردم تا امروز در خانه ساکن نشده ام، بلکه از خیمه به خیمه و مسکن به مسکن گردش کرده ام. و به هر جایی که با تمامی اسرائیل گردش کرده ام، آیا به احدی از داوران اسرائیل که برای رعایت قوم خود مأمور داشتم سخنی گفتم که چرا خانه ای از سرو آزاد برای من بنا نکردید؟ و حال به بنده من داوود چنین بگو: یهوه سبایوت چنین می فرماید، من تو را از چراگاه از عقب گوسفندان گرفتم تا پیشوای قوم من اسرائیل باشی، و هر جایی که می رفتی من با تو می بودم و جمیع دشمنانت را از حضور تو منقطع ساختم
و برای تو اسمی مثل اسم بزرگانی که بر زمینند پیدا کردم و به جهت قوم خود اسرائیل مکانی تعیین نمودم و ایشان را قرض کردم تا در مکان خیش ساکن شده باز متحرک نشوند و شریران ایشان را دیگر مثل سابق ذلیل نسازند و از ایامی که داوران را بر قوم خود اسرائیل تعیین نمودم و تمامی دشمنانت را مغلوب ساختم تو را خبر می دادم که خداوند خانه‌ای برای تو بنا خواهد نمود و چون روزهای عمر تو تمام شود که نزد پدران خود رحلت کنی آنگاه ذریت تو را که از پسران تو خواهد بود بعد از تو خواهم برانگیخت و سلطنت او را پایدار خواهم نمود. او خانه‌ای برای من بنا خواهد کرد و من کرسی او را تا به ابد استوار خواهم ساخت. من او را پدر خواهم بود و او مرا پسر خواهد بود و رحمت خود را از او دور نخواهم کرد، چنان که آن را از کسی که قبل از تو بود دور کردم و او را در خانه و سلطنت خودم تا به ابد پایدار خواهم ساخت و کرسی او استوار خواهد ماند تا ابدالآباد. بر حسب تمامی این کلمات و مطابق تمامی این رؤیا، ناتان به داوود تکلم نمود. و داوود پادشاه داخل شده به حضور خداوند نشست و گفت: ای یهوه خدا، من کیستم؟ و خاندان من چیست که مرا به این مقام رسانیدی؟ و این نیز در نظر تو ای خدا امر قلیل نمود، زیرا که درباره خانه بندهت نیز برای زمان طویل تکلم نمودی و مرا ای یهوه خدا مثل مرد بلند مرتبه منظور داشتی. و داوود دیگر درباره اکرامی که به بنده خود کردی نزد تو چه تواند افزود، زیرا که تو بنده خود را می شناسی. ای خداوند، به خاطر بنده خود و موافق دل خیش جمیع این کارهای عظیم را به جا آوردی تا تمامی این عظمت را ظاهر سازی. ای یهوه، مثل تو کسی نیست و غیر از تو خدایی نی، موافق هر آنچه به گوشهای خود شنیدیم. و مثل قوم تو اسرائیل کدام امتی بر روی زمین است که خدا بیاید تا ایشان را فدیه داده برای خیش قوم بسازد و به کارهای عظیم و مهیب اسمی برای خود پیدا نمایی و امتها را از حضور قوم خود که ایشان را از مصر فدیه دادی اخراج نمایی و قوم خود اسرائیل را برای خیش تا به ابد قوم ساختی و تو ای یهوه خدای ایشان شدی. و الان ای خداوند، کلامی که درباره بنده ات و خانه اش گفتی تا به ابد استوار شود و بر حسب آنچه گفتی عمل نما و اسم تو تا به ابد استوار و معظم بماند تا گفته شود که یهوه سبایوت خدای اسرائیل خدای اسرائیل است و خاندان بنده ات داوود به حضور تو پایدار بماند. زیرا تو ای خدای من بر بنده خود کشف نمودی که خانه‌ای برایش بنا خواهی نمود. بنابراین بنده ات جرأت کرده است که این دعا را نزد تو بگوید. و الان ای یهوه تو خدا هستی و این احسان را به بنده خود وعده داده ای. و الان تو را پسند آمد که خانه بنده خود را برکت دهی تا در حضور تو تا به ابد بماند، زیرا که تو ای خداوند برکت داده ای و مبارک خواهد بود تا ابدالآباد. اول تواریخ ایام باب 18. و بعد از این واقع شد که داوود فلسطینیان را شکست داده مغلوب ساخت و جت و قریه هایش را از دست فلسطینیان گرفت و موآب را شکست داد و موآبیان بندگان داوود شده هدایا آوردند و داوود هدر ازر پادشاه صوبه را در حمات هنگامی که می رفت تا سلطنت خود را
نزد نهر فرات استوار سازد شکست داد. و داوود 1000 عرابه و 7000 سوار و 20000 پیاده از او گرفت و داوود تمامی اسبان عرابه را پی کرد، اما از آنها برای 100 عرابه نگاه داشت. و چون ارامیان دمشق به مدد حدر ازر پادشاه صوبه آمدند، داوود 22000 نفر از ارامیان را کشت و داوود در ارام دمشق قراولان گذاشت و ارامیان بندگان داوود شده هدایا آوردند. و خداوند داوود را در هر جا که می رفت نصرت می داد و داوود سپرهای طلا را که بر خادمان حدر ازر بود گرفته آنها را به اورشلیم آورد و داوود از تپهت و کن شهرهای حدر ازر برنج از حد زیاده گرفت که از آن سلیمان دریاچه و ستونها و ظروف برنجین ساخت. و چون توعو پادشاه حمات شنید که داوود تمامی لشکر حدر ازر پادشاه صوبه را شکست داده است، پسر خود حدورام را نزد داوود پادشاه فرستاد تا از سلامتی او بپرسد و او را تهنیت گوید از آن جهت که با حدر ازر جنگ نموده او را شکست داده بود، زیرا حدر ازر با تو او مقاتله می نمود و هر قسم ظروف طلا و نقره و برنج با خود آورد. و داوود پادشاه آنها را نیز برای خداوند وقف نمود با نقره و طلایی که از جمیع امتها یعنی از ادوم و موآب و بنی امون و فلسطینیان و امالقه آورده بود. و ابشای ابن سرویه 18000 نفر از ادومیان را در وادی ملح کشت و در ادوم قراولان قرار داد و جمیع ادومیان بندگان داوود شدند و خداوند داوود را در هر جایی که می رفت نصرت می داد. و داوود بر تمامی اسرائیل سلطنت نموده انصاف و عدالت را بر تمامی قوم خود مجرا می داشت. و یوآب بن سرویه سردار لشکر بود و یهوشافات بن اخیلود وقایع نگار و صادوق بن اخیتوب و ابی ملک بن ابیاتار کاهن بودند و شوشا کاتب بود و بنایا ابن یهویادا رئیس کریتیان و فلیتیان و پسران داوود نزد پادشاه مقدم بودند. اول تواریخ ایام باب 19. و بعد از این واقع شد که ناهاش پادشاه بنی امون مرد و پسرش در جای او سلطنت نمود. و داوود گفت با هانون بن ناهاش احسان نمایم چنان که پدرش به من احسان کرد. پس داوود قاصدان فرستاد تا او را درباره پدرش تعزیت گویند. و خادمان داوود به زمین بنی امون نزد هانون برای تعزیت وی آمدند. و سروران بنی امون به هانون گفتند آیا گمان می‌بری که به جهت تکریم پدر توست که داوود تعزیت کنندگان نزد تو فرستاده است؟ نه، بلکه بندگانش به جهت تفحص و انقلاب و جاسوسی زمین نزد تو آمده اند. پس هانون خادمان داوود را گرفته، ریش ایشان را تراشید و لباس‌های ایشان را از میان تا جای نشستن دریده ایشان را رها کرد. و چون بعضی آمده داوود را از حالت آن کسان خبر دادند، به استقبال ایشان فرستاد، زیرا که ایشان بسیار خجل بودند. و پادشاه گفت در اریها بمانید تا ریش‌های شما درآید و بعد از آن برگردید. و چون بنی امون دیدند که نزد داوود مکروه شده اند، هانون و بنی امون 1000 وزنه نقره فرستادند تا عرابه ها و سواران از ارام نهرین و ارام معکه و صوبه برای خود اجیر سازند. پس 32000 عرابه و پادشاه معکه
و جمعیت او را برای خود اجیر کردند و ایشان بیرون آمده در مقابل میدبا اردو زدند و بنی عمون از شهرهای خود جمع شده برای مقاتله آمدند. و چون داوود این را شنید، یوآب و تمامی لشکر شجاعان را فرستاد و بنی عمون بیرون آمده نزد دروازه شهر برای جنگ سفارایی نمودند و پادشاهانی که آمده بودند در صحرا علاهده بودند. و چون یوآب دید که روی صفوف جنگ هم از پیش و هم از عقبش بود، از تمامی برگزیدگان اسرائیل گروهی را انتخاب کرده در مقابل ارامیان سفارایی نمود و بقیه قوم را به دست برادر خود ابشای سپرد و به مقابل بنی عمون صف کشیدند و گفت: اگر ارامیان بر من غالب آیند به مدد من بیا، و اگر بنی عمون بر تو غالب آیند به جهت امداد تو خواهم آمد. دلیر باش که به جهت قوم خیش و به جهت شهرهای خدای خود مردان بکوشیم و خداوند آنچه را در نظرش پسند آید بکند. پس یوآب و گروهی که همراهش بودند نزدیک شدند تا با ارامیان جنگ کنند و ایشان از حضور وی فرار کردند. و چون بنی عمون دیدند که ارامیان فرار کردند، ایشان نیز از حضور برادرش ابشای گریخته داخل شهر شدند و یوآب به اورشلیم برگشت. و چون ارامیان دیدند که از حضور اسرائیل شکست یافتند، ایشان قاصدان فرستاده ارامیان را که به آن طرف نهر بودند آوردند و شوفک سردار لشکر حدر ازر پیشوای ایشان بود. و چون خبر به داوود رسید، تمامی اسرائیل را جمع کرده از اردن عبور نمود و به ایشان رسیده مقابل ایشان سفارایی نمود. و چون داوود جنگ را با ارامیان آراسته بود، ایشان با وی جنگ کردند و ارامیان از حضور اسرائیل فرار کردند و داوود مردان 7000 عرابه و 40000 پیاده از ارامیان را کشت و شوفک سردار لشکر را به قتل رسانید. و چون بندگان حدر ازر دیدند که از حضور اسرائیل شکست خوردند، با داوود صلح نموده بنده او شدند و ارامیان بعد از آن در اعانت بنی عمون اقدام ننمودند. اول تواریخ ایام باب بیستم. و واقع شد در وقت تحویل سال هنگام بیرون رفتن پادشاهان که یوآب قوت لشکر را بیرون آورد و زمین بنی عمون را ویران ساخت و آمده ربه را محاصره نمود. اما داوود در اورشلیم ماند و یوآب ربه را تسخیر نموده آن را منهدم ساخت. و داوود تاج پادشاه ایشان را از سرش گرفت که وزنش یک وزنه طلا بود و سنگهای گرانبها داشت و آن را بر سر داوود گذاشتند و غنیمت از حد زیاده از شهر بردند. و خلق آنجا را بیرون آورده ایشان را به اره ها و چوم های آهنین و تیشه ها پاره پاره کرد و داوود به همین طور با جمیع شهرهای بنی عمون رفتار نمود. پس داوود و تمامی قوم به اورشلیم برگشتند. و بعد از آن جنگی با فلسطینیان در جازر واقع شد که در آن سبکای هوشاتی سفای را که از اولاد رافا بود کشت و ایشان مغلوب شدند. و باز جنگ با فلسطینیان واقع شد و الهانان بن یائیر لحمی را که برادر جلیات جتی بود کشت که چوب نیزه‌اش مثل نورد جولاهکان بود. و باز جنگ در جت واقع شد که در آنجا مردی بلند قد بود که 24 انگشت 6 بر هر دست و 6 بر هر پا داشت و او نیز برای رافا زاییده شده بود.
و چون او اسرائیل را به تنگ آورد، یهوناتان بن شمعا برادر داوود او را کشت. اینان برای رافا در جت زائیده شدند و به دست داوود و به دست بندگانش افتادند. اول تواریخ ایام باب 21. و شیطان به ضد اسرائیل برخواسته داوود را اقوا نمود که اسرائیل را بشمارد. و داوود به یوآب و سروران قوم گفت: بروید و عدد اسرائیل را از بئرشبع تا دان گرفته نزد من بیاورید تا آن را بدانم. یوآب گفت: خداوند بر قوم خود هر قدر که باشند 100 چندان مزید کند. و ای آقایم پادشاه، آیا جمیع ایشان بندگان آقایم نیستند؟ لیکن چرا آقایم خواهش این عمل دارد و چرا باید باعث گناه اسرائیل بشود؟ اما کلام پادشاه بر یوآب غالب آمد و یوآب در میان تمامی اسرائیل گردش کرده باز به اورشلیم مراجعت نمود. و یوآب عدد شمرده شدگان قوم را به داوود داد و جمله اسرائیلیان 1000 و 100 هزار مرد شمشیر زن و از یهودا 474 هزار مرد شمشیر زن بودند. لیکن لاویان و بنیامینیان را در میان ایشان نشمرد، زیرا که فرمان پادشاه نزد یوآب مکروه بود. و این امر به نظر خدا ناپسند آمد، پس اسرائیل را مبتلا ساخت. و داوود به خدا گفت: در این کاری که کردم گناه عظیمی ورزیدم و حال گناه بنده خود را عفو فرما، زیرا که بسیار احمقانه رفتار نمودم. و خداوند جاد را که راعی داوود بود خطاب کرده گفت: برو و داوود را اعلام کرده بگو خداوند چنین می فرماید: من 3 چیز پیش تو می گذارم، پس یکی از آنها را برای خود اختیار کن تا برایت به عمل آورم. پس جاد نزد داوود آمده وی را گفت: خداوند چنین می فرماید: برای خود اختیار کن، یا 3 سال قحط بشود یا 3 ماه پیش روی خصمانت تلف شوی و شمشیر دشمنانت تو را درگیرد، یا 3 روز شمشیر خداوند و وبا در زمین تو واقع شود و فرشته خداوند تمامی حدود اسرائیل را ویران سازد. پس الان ببین که نزد فرستنده خود چه جواب برم. داوود به جاد گفت: در شدت تنگی هستم، تمنا این که به دست خداوند بیفتم، زیرا که رحمتهای او بسیار عظیم است و به دست انسان نیفتم. پس خداوند وبا بر اسرائیل فرستاد و 70,000 نفر از اسرائیل مردند و خدا فرشته‌ای به اورشلیم فرستاد تا آن را هلاک سازد. و چون می‌خواست آن را هلاک کند، خداوند ملاحظه نمود و از آن بلا پشیمان شد و به فرشته‌ای که قوم را هلاک می‌ساخت گفت: کافی است، حال دست خود را باز دار. و فرشته خداوند نزد خرمنگاه ارنان یبوسی ایستاده بود و داوود چشمان خود را بالا انداخته فرشته خداوند را دید که در میان زمین و آسمان ایستاده است و شمشیری برهنه در دستش بر اورشلیم برافراشته. پس داوود و مشایخ به پلاس ملبس شده به روی خود در افتادند. و داوود به خدا گفت: آیا من برای شمردن قوم امر نفرمودم و آیا من آن نیستم که گناه ورزیده مرتکب شرارت زشت شدم؟ اما این گوسفندان چه کرده اند؟ پس ایه و خدایم مستدعی این که دست تو بر من و خاندان پدرم باشد و به قوم خود بلا مرسانی. و فرشته خداوند جاد را امر فرمود که به داوود بگوید که داوود برود و مذبحی به جهت خداوند در خرمنگاه ارنان یبوسی برپا کند. پس داوود بر حسب کلامی که
جاد به اسم خداوند گفت برفت. و ارنان رو گردانیده فرشته را دید و چهار پسرش که همراهش بودند، خیشتن را پنهان کردند و ارنان گندم میکوبید. و چون داوود نزد ارنان آمد، ارنان نگریسته داوود را دید و از خرمنگاه بیرون آمده به حضور داوود رو به زمین افتاد. و داوود به ارنان گفت، جای خرمنگاه را به من بده تا مذبحی به جهت خداوند برپا نمایم. آن را به قیمت تمام به من بده تا وبا از قوم رفع شود. ارنان به داوود عرض کرد، آن را برای خود بگیر و آقایم پادشاه آنچه که در نظرش پسند آید به عمل آورد. ببین، گاوان را به جهت قربانی سوختنی و چومها را برای هیزم و گندم را به جهت هدیه آردی دادم و همه را به تو بخشیدم. اما داوود پادشاه به ارنان گفت، نی، بلکه آن را البته به قیمت تمام از تو خواهم خرید، زیرا که از اموال تو برای خداوند نخواهم گرفت و قربانی سوختنی مجانن نخواهم گذرانید. پس داوود برای آن موضع 600 مثقال طلا به وزن به ارنان داد. و داوود در آنجا مذبحی به جهت خداوند بنا نموده، قربانی های سوختنی و ذبایح سلامتی گذرانید و نزد خداوند استدعا نمود و او آتشی از آسمان بر مذبح قربانی سوختنی نازل کرده او را مستجاب فرمود. و خداوند فرشته را حکم داد تا شمشیر خود را در غلافش برگردانید. در آن زمان چون داوود دید که خداوند او را در خرمنگاه ارنان یبوسی مستجاب فرموده است، در آنجا قربانی ها گذرانید. اما مسکن خداوند که موسی در بیابان ساخته بود و مذبح قربانی سوختنی در آن ایام در مکان بلند جبعون بود. لیکن داوود نتوانست نزد آن برود تا از خدا مسئلت نماید، چون که از شمشیر فرشته خداوند می ترسید. اول تواریخ ایام باب 22. پس داوود گفت، این است خانه یهوه خدا و این مذبح قربانی سوختنی برای اسرائیل می باشد. و داوود فرمود تا غریبان را که در زمین اسرائیلند جمع کنند و سنگ تراشان معین کرد تا سنگ های مربع برای بنای خانه خدا بتراشند. و داوود آهن بسیاری به جهت میخا برای لنگه های دروازه ها و برای وصل ها حاضر ساخت و برنج بسیار که نتوان وزن نمود. و چوب سرو آزاد بیشمار، زیرا که اهل سیدون و سور چوب سرو آزاد بسیار برای داوود آوردند. و داوود گفت، پسر من سلیمان صغیر و نازک است و خانه‌ای که برای یهوه باید بنا نمود می بایست بسیار عظیم و نامی و جلیل در تمامی زمین‌ها بشود، لحاظا حال برایش تهیه می بینم. پس داوود قبل از وفاتش تهیه بسیار دید. پس پسر خود سلیمان را خوانده او را وصیت نمود که خانه‌ای برای یهوه خدای اسرائیل بنا نماید. و داوود به سلیمان گفت که ای پسرم، من اراده داشتم که خانه‌ای برای اسم یهوه خدای خود بنا نمایم، لیکن کلام خداوند بر من نازل شده گفت، چون که بسیار خون ریخته ای و جنگ های عظیم کرده ای، پس خانه ای برای اسم من بنا نخواهی کرد، چون که به حضور من بسیار خون بر زمین ریخته ای. اینک پسری برای تو متولد خواهد شد که مرد آرامی خواهد بود، زیرا که من او را از جمیع دشمنانش از هر طرف آرامی خواهم بخشید، چون که اسم او سلیمان خواهد بود و در ایام او اسرائیل را سلامتی و راحت عطا خواهم فرمود. او خانه‌ای برای اسم من بنا خواهد کرد و او پسر من خواهد بود
و من پدر او خواهم بود و کرسی سلطنت او را بر اسرائیل تا ابدالآباد پایدار خواهم گردانید. پس حال ای پسر من، خداوند همراه تو باد تا کامیاب شوی و خانه یهوه خدای خود را چنان که درباره تو فرموده است بنا نمایی. اما خداوند تو را فتانت و فهم عطا فرماید و تو را درباره اسرائیل وصیت نماید تا شریعت یهوه خدای خود را نگاه داری. آنگاه اگر متوجه شده فرایض و احکامی را که خداوند به موسی درباره اسرائیل امر فرموده است به عمل آوری، کامیاب خواهی شد. پس قوی و دلیر باش و ترسان و هراسان مشو. و اینک من در تنگی خود 100,000 وزنه طلا و 100,000 وزنه نقره و برنج و آهن این قدر زیاده که به وزن نیاید برای خانه خداوند حاضر کرده ام و چوب و سنگ نیز مهیا ساختم و تو بر آنها مزید کن. و نزد تو عمله بسیارند از سنگ بران و سنگ تراشان و نجاران و اشخاص هنرمند برای هر صنعتی. طلا و نقره و برنج و آهن بیشمار است، پس برخیز و مشغول باش و خداوند همراه تو باد. و داوود تمامی سروران اسرائیل را امر فرمود که پسرش سلیمان را اعانت نمایند و گفت آیا یهوه خدای شما با شما نیست و آیا شما را از هر طرف آرامی نداده است؟ زیرا ساکنان زمین را به دست من تسلیم کرده است و زمین به حضور خداوند و به حضور قوم او مغلوب شده است. پس حال دلها و جانهای خود را متوجه سازید تا یهوه خدای خیش را بطلبید و برخواسته مقدس یهوه خدای خیش را بنا نمایید تا تابوت عهد خداوند و آلات مقدس خدا را به خانه‌ای که به جهت اسم یهوه بنا می شود درآورید. اول تواریخ ایام باب 23. و چون داوود پیر و سال خورده شد، پسر خود سلیمان را به پادشاهی اسرائیل نسب نمود. و تمامی سروران اسرائیل و کاهنان و لاویان را جمع کرد و لاویان از 30 ساله و بالاتر شمرده شدند و عدد ایشان بر حسب سرهای مردان ایشان 38,000 بود. از ایشان 24,000 به جهت نظارت عمل خانه خداوند و 6,000 سروران و داوران بودند و 4,000 دربانان و 4,000 نفر بودند که خداوند را به آلاتی که به جهت تسبیح ساخته شد تسبیح خواندند. و داوود ایشان را بر حسب پسران لاوی یعنی جرشون و قحات و مراری به فرقه ها تقسیم نمود. از جرشونیان لعدان و شمعی، پسران لعدان اول یحییل و زیتام و سومین یوئیل، پسران شمعی، شلومیت و حزیئیل و هاران 3 نفر. اینان رؤسای خاندانهای آبای لعدان بودند. و پسران شمعی، یحت و زینا و یعوش و بریعه. اینان 4 پسر شمعی بودند. و یحت اولین و زیزا دومین و یعوش و بریعه پسران بسیار نداشتند. از این سبب یک خاندان آبا از ایشان شمرده شد. پسران قحات، امرام و یسهار و حبرون و عزیئیل 4 نفر. پسران امرام، هارون و موسی و هارون ممتاز شد تا او و پسرانش قدس الاقداس را پیوسته تقدیس نمایند و به حضور خداوند بخور بسوزانند و او را خدمت نمایند و به اسم او همیشه اوقات برکت دهند. و پسران موسی مرد خدا با سبط لاوی نامیده شدند. پسران موسی جرشوم و الیازار، از پسران جرشوم شبوئیل رئیس بود.
و از پسران علعازار رهبیا رئیس بود و علعازار را پسر دیگر نبود، اما پسران رهبیا بسیار زیاد بودند. از پسران یسهار شلومیت رئیس بود. پسران هبرون اولین یریا و دومین امریا و سومین یحزئیل و چهارمین یقمعام. پسران عزیئیل اولین میکا و دومین یشیا. پسران مراری محلی و موشی و پسران محلی علعازار و قیس. و علعازار مرد و او را پسری نبود، لیکن دختران داشت و برادران ایشان پسران قیس ایشان را به زنی گرفتند. پسران موشی، محلی و آدر و یریموت سه نفر بودند. اینان پسران لاوی موافق خاندانهای آبای خود و رؤسای خاندانهای آبا از آنانی که شمرده شدند بر حسب شماره اسمهای سرهای خود بودند که از 20 ساله و بالاتر در عمل خدمت خانه خداوند می پرداختند. زیرا که داوود گفت یهوه خدای اسرائیل قوم خیش را آرامی داده است و او در اورشلیم تا به ابد ساکن می باشد و نیز لاویان را دیگر لازم نیست که مسکن و همه اسباب خدمت را بردارند. لحاظا بر حسب فرمان آخر داوود، پسران لاوی از 20 ساله و بالاتر شمرده شدند، زیرا که منصب ایشان به طرف بنی هارون بود تا خانه خداوند را خدمت نمایند در صحنها و حجرها و برای تطهیر همه چیزهای مقدس و عمل خدمت خانه خدا و بر نان تقدمه و آرد نرم به جهت هدیه آردی و قرصهای فطیر و آنچه بر ساج پخته می شود و ربیکه ها و بر همه کیلها و وزنها و تا هر صبح برای تسبیح و حمد خداوند حاضر شوند و همچنین هر شام و به جهت گذرانیدن همه قربانی های سوختنی برای خداوند در هر روز سبت و قره ها و عیدها بر حسب شماره و بر وفق قانون آنها دائما به حضور خداوند و برای نگاه داشتن وظیفه خیمه اجتماع و وظیفه قدس و وظیفه برادران خود بنی هارون در خدمت خانه خداوند. اول تواریخ ایام باب 24. و این است فرقه های بنی هارون. پسران هارون ناداب و ابیهو و علعازار و ایتامار. و ناداب و ابیهو قبل از پدر خود مردند و پسری نداشتند. پس علعازار و ایتامار به کهانت پرداختند و داوود با صادوق که از بنی علعازار بود و اخی ملک که از بنی ایتامار بود ایشان را بر حسب وکالت ایشان بر خدمت ایشان تقسیم کردند و از پسران علعازار مردانی که قابل ریاست بودند زیاده از بنی ایتامار یافت شدند. پس 16 رئیس خاندان آبا از بنی علعازار و 8 رئیس خاندان آبا از بنی ایتامار معین کردند. پس اینان با آنان به حسب قرعه معین شدند، زیرا که رؤسای قدس و رؤسای خانه خدا هم از بنی علعازار و هم از بنی ایتامار بودند. و شمعیا ابن نتنائیل کاتب که از بنی لاوی بود اسمهای ایشان را به حضور پادشاه و سروران و صادوق کاهن و اخی ملک ابن ابیاتار و رؤسای خاندان آبای کاهنان و لاویان نوشت و یک خاندان آبا به جهت علعازار گرفته شد و یک به جهت ایتامار گرفته شد. و قرعه اول برای یهویاریب بیرون آمد و دوم برای یدعیا
و سوم برای هاریم و چهارم برای سعوریم و پنجم برای ملکیه و ششم برای میامین و هفتم برای حقوس و هشتم برای ابیا و نهم برای یشوع و دهم برای شکونیا و یازدهم برای الیاشیب و دوازدهم برای یاقیم و سیزدهم برای حفه و چهاردهم برای یشباب و پانزدهم برای بلجه و شانزدهم برای امیر و هفدهم برای هیزیر و هجدهم برای حفصیس و نوزدهم برای فتحیا و بیستم برای یحزبیئیل و بیست و یکم برای یاکین و بیست و دوم برای جامول و بیست و سوم برای دلایا و بیست و چهارم برای معزیا. پس این است وظیفه ها و خدمت های ایشان به جهت داخل شدن در خانه خداوند بر حسب قانونی که به واسطه پدر ایشان هارون موافق فرمان یهوه خدای اسرائیل به ایشان داده شد. و اما درباره بقیه بنی لاوی، از بنی امرام شوبائیل و از بنی شوبائیل یهدیا و اما رهبیا، از بنی رهبیا یشیای رئیس و از بنی یسهار شلوموت و از بنی شلوموت یهت و از بنی هبرون یریا و دومین امریا و سومین یحزئیل و چهارمین یقمعام، از بنی عزیئیل میکا و از بنی میکا شامیر و برادر میکا یشیا و از بنی یشیا زکریا و از بنی مراری محلی و موشی و پسر یعزیا بنو و از بنی مراری پسران یعزیا بنو و شوهم و زکور و ابری و پسر محلی الازار و او را فرزندی نبود. و اما قیس از بنی قیس یرحمئیل و از بنی موشی محلی و آدر و یریموت، اینان بر حسب خاندان آبای ایشان بنی لاوی می باشند. ایشان نیز مثل برادران خود بنی هارون به حضور داوود پادشاه و صادوق و اخی ملک و رؤسای آبای کهنه و لاویان قرعه انداختند، یعنی خاندانهای آبای برادر بزرگتر برابر خاندانهای کوچکتر او بودند. اول تواریخ ایام باب 25. و داوود و سرداران لشکر بعضی از پسران آساف و هیمان و یدوتون را به جهت خدمت جدا ساختند تا با بربط و عود و سنج نبوت نمایند و شماره آنانی که بر حسب خدمت خود به کار می پرداختند این است. و اما از بنی آساف زکور و یوسف و نتنیا و اشرعیله پسران آساف زیر حکم آساف بودند که بر حسب فرمان پادشاه نبوت می نمود. و از یدوتون پسران یدوتون جدلیا و سری و اشعیا و حشبیا و متتیا شش نفر زیر حکم پدر خیش یدوتون با بربطها بودند که با حمد و تسبیح خداوند نبوت می نمود. و از هیمان پسران هیمان بقیا و متنیا و عزیئیل و شبوئیل و یریموت و حننیا و حنانی و علیات و جدلتی و روممتی ازر و یشبقاشه و ملوتی و حتیر و محزیوت. جمیع اینها پسران هیمان بودند که در کلام خدا به جهت برافراشتن بوق راعی پادشاه بود و خدا به هیمان 14 پسر و 3 دختر داد. جمیع اینها زیر فرمان پدران خیش بودند تا در خانه خداوند با سنج
و عود و بربت بسرایند و زیر دست پادشاه و آصاف و یدوتون و هیمان به خدمت خانه خدا بپردازند. و شماره ایشان با برادران ایشان که سراییدن را به جهت خداوند آموخته بودند، یعنی همه کسان ماهر 288 نفر بودند و برای وظیفه های خود کوچک با بزرگ و معلم با تلمیز علل سویه قرعه انداختند. پس قرعه اول بنی آصاف برای یوسف بیرون آمد و قرعه دوم برای جدلیا و او و برادرانش و پسرانش 12 نفر بودند و سوم برای زکور و پسران و برادران او 12 نفر و چهارم برای یسری و پسران و برادران او 12 نفر و پنجم برای نتنیا و پسران و برادران او 12 نفر و ششم برای بقیا و پسران و برادران او 12 نفر و هفتم برای یشر ایلا و پسران و برادران او 12 نفر و هشتم برای اشعیا و پسران و برادران او 12 نفر و نهم برای متنیا و پسران و برادران او 12 نفر و دهم برای شمعی و پسران و برادران او 12 نفر و یازدهم برای عزرئیل و پسران و برادران او 12 نفر و 12 برای حشبیا و پسران و برادران او 12 نفر و 13 برای شوبائیل و پسران و برادران او 12 نفر و 14 برای متتیا و پسران و برادران او 12 نفر و 15 برای یریموت و پسران و برادران او 12 نفر و 16 برای حننیا و پسران و برادران او 12 نفر و 17 برای یش بقاشه و پسران و برادران او 12 نفر و 18 برای حنانی و پسران و برادران او 12 نفر و 19 برای ملوتی و پسران و برادران او 12 نفر و 20 برای ایلیاتا و پسران و برادران او 12 نفر و 21 برای هوتیر و پسران و برادران او 12 نفر و 22 برای جدلتی و پسران و برادران او 12 نفر و 23 برای محزیوت و پسران و برادران او 12 نفر و 24 برای روممتی ازر و پسران و برادران او 12 نفر. اول تواریخ ایام باب 26. و اما فرقه های دربانان. پس از قورهیان مشلمیا ابن قوری که از بنی آصاف بود و مشلمیا را پسران بود، نخست زاده اش زکریا و دوم یدیئیل و سوم زبدیا و چهارم یتنئیل و پنجم ایلام و ششم یهوهانان و هفتم الیهو اینای و عبید ادوم را پسران بود، نخست زاده اش شمعیا و دوم یهوزاباد و سوم یوآخ و چهارم ساکار و پنجم نتنئیل و ششم امیئیل و هفتم یساکار و هشتم فعلتای، زیرا خدا او را برکت داده بود. و برای پسرش شمعیا، پسرانی که بر خاندان آبای خیش تسلط یافتند، زاییده شدند، زیرا که ایشان مردان قوی شجاع بودند. پسران شمعیا، اتنی و رفائیل و عبید و الزاباد، که برادران او مردان شجاع بودند و الیهو و سمکیا، جمیع اینها از بنی عبید ادوم بودند و ایشان با پسران و برادران ایشان در قوت خدمت مردان قابل بودند، یعنی 62 نفر از اولاد عبید ادوم.
و مشلمیا 18 نفر مردان قابل از پسران و برادران خود داشت و حوسه که از بنی مراری بود پسران داشت که شمری رئیس ایشان بود، زیرا اگرچه نخست زاده نبود پدرش او را رئیس ساخت. و دوم حلقیا و سوم تبلیا و چهارم زکریا و جمیع پسران و برادران حوسه 13 نفر بودند. و به اینان یعنی به رؤسای ایشان فرقه های دربانان داده شد و وظیفه های ایشان مثل برادران ایشان بود تا در خانه خداوند خدمت نمایند. و ایشان از کوچک و بزرگ بر حسب خاندان آبای خیش برای هر دروازه قرعه انداختند و قرعه شرقی به شلمیا افتاد و بعد از او برای پسرش زکریا که مشیر دانا بود قرعه انداختند و قرعه او به سمت شمال بیرون آمد. و برای عبید ادوم قرعه جنوبی و برای پسرانش قرعه بیت المال. و برای شفیم و حوسه قرعه مغربی نزد دروازه شلکت در جاده‌ای که سربالا می رفت و محرس این مقابل محرس آن بود. و به طرف شرقی 6 نفر از لاویان بودند و به طرف شمال هر روزه 4 نفر و به طرف جنوب هر روزه 4 نفر و نزد بیت المال جفت جفت. و به طرف غربی فروار برای جاده سربالا 4 نفر و برای فروار 2 نفر. اینها فرقه های دربانان از بنی قوره و از بنی مراری بودند. و اما از لاویان اخیا بر خزانه خانه خدا و بر خزانه موقوفات بود. و اما بنی لادان از پسران لادان جرشونی رؤسای خاندان آبای لادان یحییلی جرشونی. پسران یحییلی زیتام و برادرش یوئیل بر خزانه خانه خداوند بودند. از امرامیان و از یسهاریان و از حبرونیان و از عزیئیلیان و شبوئیل بن جرشوم بن موسا ناظر خزانه ها بود. و از برادرانش بنی الازار پسرش رهبیا و پسرش اشعیا و پسرش یورام و پسرش زکری و پسرش شلومیت. این شلومیت و برادرانش بر جمیع خزاین موقوفاتی که داوود پادشاه وقف کرده بود و رؤسای آبا و رؤسای هزارها و صدها و سرداران لشکر بودند. از جنگ‌ها و غنیمت‌ها وقف کردند تا خانه خداوند را تعمیر نمایند و هر آنچه سموئیل رائی و شاول ابن قیس و ابنیر ابن نیر و یوآب بن سرویه وقف کرده بودند و هرچه هر کس وقف کرده بود زیر دست شلومیت و برادرانش بود. و از یسهاریان کننیا و پسرانش برای اعمال خارجی اسرائیل صاحبان منصب و داوران بودند. و از حبرونیان حشبیا و برادرانش 1700 نفر مردان شجاع به آن طرف اردن به سمت مغرب به جهت هر کار خداوند و به جهت خدمت پادشاه بر اسرائیل گماشته شده بودند. از حبرونیان بر حسب انصاب آبای ایشان یریا رئیس حبرونیان بود و در سال 40 سلطنت داوود طلبیده شدند و در میان ایشان مردان شجاع در یعزیر جلعاد یافت شدند. و از برادرانش 2700 مرد شجاع و رئیس آبا بودند. پس داوود پادشاه ایشان را بر رعوبینیان و جادیان و نصف سبت منسی برای همه امور خدا و امور پادشاه گماشت. اول تواریخ ایام باب 27. و از بنی اسرائیل بر حسب شماره ایشان
از رؤسای آبا و رؤسای هزاره و صده و صاحبان منصب که پادشاه را در همه امور فرقه های داخله و خارجه ماه به ماه در همه ماه‌های سال خدمت می کردند. هر فرقه 24,000 نفر بودند. و بر فرقه اول برای ماه اول یشب عام بن زبدئیل بود و در فرقه او 24,000 نفر بودند. او از پسران فارس رئیس جمیع رؤسای لشکر به جهت ماه اول بود. و بر فرقه ماه دوم دودای اخوخی و از فرقه او مقلوت رئیس بود. و در فرقه او 24,000 نفر بودند. این همان بنایاست که در میان آن 30 نفر بزرگ بود و بر آن 30 نفر برتری داشت و از فرقه او پسرش عمیزاباد بود و رئیس چهارم برای ماه چهارم اسائیل برادر یوآب و بعد از او برادرش زبدیا بود و در فرقه او 24,000 نفر بودند و رئیس پنجم برای ماه پنجم شمحوت یزراهی بود و در فرقه او 24,000 نفر بودند. و رئیس ششم برای ماه ششم ایرا ابن اقیش تقوی بود و در فرقه او 24,000 نفر بودند. و رئیس هفتم برای ماه هفتم حالس فلونی از بنی افرایم بود و در فرقه او 24,000 نفر بودند. و رئیس هشتم برای ماه هشتم سبکای هوشاتی از زارحیان بود و در فرقه او 24,000 نفر بودند. و رئیس نهم برای ماه نهم ابی عزر اناتوتی از بنی بنیامین بود و در فرقه او 24,000 نفر بودند. و رئیس دهم برای ماه دهم مهرای نتوفاتی از زارحیان بود و در فرقه او 24,000 نفر بودند. و رئیس یازدهم برای ماه یازدهم بنایای فرآتونی از بنی افرایم بود و در فرقه او 24,000 نفر بودند. و رئیس دوازدهم برای ماه دوازدهم خلدای نتوفاتی از بنی اتنئیل و در فرقه او 24,000 نفر بودند. و اما رؤسای اسباط بنی اسرائیل، رئیس رعوبینیان علی آزار ابن زکری و رئیس شمعونیان شفتیا ابن معکه و رئیس لاویان اشبیا ابن قموئیل و رئیس بنی هارون صادوق و رئیس یهودا علیهو از برادران داوود و رئیس یساکار عمری ابن میکائیل و رئیس زبولون یشمعیا ابن اوبدیا و رئیس نفتالی یریموت ابن عزرائیل و رئیس بنی افرایم هوشع بن عزریا و رئیس نصف سبت منسی یوئیل بن فدایا و رئیس نصف سبت منسی در جلعاد یدو ابن زکریا و رئیس بنیامین یعسیل بن ابنیر و رئیس دان عزرائیل بن یروهام. اینها رؤسای اسباط اسرائیل بودند و داوود شماره کسانی که 20 ساله و کمتر بودند نگرفت، زیرا خداوند وعده داده بود که اسرائیل را مثل ستارگان آسمان کثیر گرداند. و یوآب بن سرویه آغاز شمردن نمود اما به اتمام نرسانید و از این جهت غضب بر اسرائیل وارد شد و شماره آنها در دفتر اخبار ایام پادشاه ثبت نشد. و ناظر انبارهای پادشاه از موت ابن عدیئیل بود و ناظر انبارهای مزرعه ها که در شهرها و در دهات و در قلعه ها بود یهوناتان بن عزیا بود. و ناظر عملجات مزرعه ها که کار زمین می کردن از ری ابن کلوب بود و ناظر تاکستان ها شمعی راماتی بود
و ناظر محصول تاکستانها و انبارهای شراب زبدی شف ماتی بود و ناظر درختان زیتون و افراق که در همواری بود بعلهانان جدیری بود و ناظر انبارهای روغن یوآش بود و ناظر رمه هایی که در شارون می چریدند شترای شارونی بود و ناظر رمه هایی که در وادی ها بودند شافات ابن ادلائی بود و ناظر شتران اوبیل اسماعیلی بود و ناظر الاغ ها یحدیای میرونوتی بود و ناظر گله ها یازیز هاجری بود. جمیع اینان ناظران اندوخته های داوود پادشاه بودند و یهوناتان عموی داوود مشیر و مرد دانا و فقیه بود و یحییل ابن حکمونی همراه پسران پادشاه بود. اخیتوفل مشیر پادشاه و هوشای ارکی دوست پادشاه بود و بعد از اخیتوفل یهویادا ابن بنایا و ابیاتار بودند و سردار لشکر پادشاه یوآب بود. اول تواریخ ایام باب 28. و داوود جمیع رؤسای اسرائیل را از رؤسای اسباط و رؤسای فرقه هایی که پادشاه را خدمت می کردند و رؤسای هزاره و رؤسای صده و ناظران همه اندوخته ها و اموال پادشاه و پسرانش را با خواجه سرایان و شجاعان و جمیع مردان جنگی در اورشلیم جمع کرد. پس داوود پادشاه بر پا ایستاده گفت: ای برادرانم و ای قوم من، مرا بشنوید. من اراده داشتم خانه‌ای که آرامگاه تابوت عهد خداوند و پای انداز پایهای خدای ما باشد بنا نمایم و برای بنای آن تدارک دیده بودم، لیکن خدا مرا گفت: تو خانه‌ای به جهت اسم من بنا نخواهی نمود، زیرا مرد جنگی هستی و خون ریخته ای. لیکن یهوه خدای اسرائیل مرا از تمامی خاندان پدرم برگزیده است که بر اسرائیل تا به ابد پادشاه بشوم، زیرا که یهودا را برای ریاست اختیار کرد و از خاندان یهودا خاندان پدر مرا و از فرزندان پدرم مرا پسند کرد تا مرا بر تمامی اسرائیل به پادشاهی نصب نماید. و از جمیع پسران من، زیرا خداوند پسران بسیار به من داده است، پسرم سلیمان را برگزیده است تا بر کرسی سلطنت خداوند بر اسرائیل بنشیند. و به من گفت: پسر تو سلیمان اوست که خانه مرا و صحن‌های مرا بنا خواهد نمود، زیرا که او را برگزیده ام تا پسر من باشد و من پدر او خواهم بود. و اگر او به جهت به جا آوردن فرایض و احکام من مثل امروز ثابت بماند، آنگاه سلطنت او را تا به ابد استوار خواهم گردانید. پس الان در نظر تمامی اسرائیل که جماعت خداوند هستند و به سمع خدای ما متوجه شده، تمامی اوامر یهوه خدای خود را بطلبید تا این زمین نیکو را به تصرف آورده آن را بعد از خودتان به پسران خیش تا به ابد به ارثیت واگذارید. و تو ای پسر من سلیمان، خدای پدر خود را بشناس و او را به دل کامل و به ارادت تمام عبادت نما، زیرا خداوند همه دلها را تفتیش می نماید و هر تصور فکرها را ادراک می کند و اگر او را طلب نمایی او را خواهی یافت، اما اگر او را ترک کنی تو را تا به ابد دور خواهد انداخت. حال با حذر باش، زیرا خداوند تو را برگزیده است تا خانه‌ای به جهت مقدس او بنا نمایی، پس قوی شده مشغول باش. و داوود به پسر خود سلیمان نمونه رواق و خانه ها و خزاین و بالاخانه ها و حجره های اندرونی آن
و خانه کرسی رحمت و نمونه هر آنچرا که از روح به او داده شده بود برای صحن‌های خانه خداوند و برای همه حجره‌های گرداگردش و برای خزاین خانه خدا و خزاین موقوفات داد و برای فرقه‌های کاهنان و لاویان و برای تمامی کار خدمت خانه خداوند و برای همه اسباب خدمت خانه خداوند و از طلا به وزن برای همه آلات طلا به جهت هر نوع خدمتی و از نقره به وزن برای همه آلات نقره به جهت هر نوع خدمتی و طلا را به وزن به جهت شمعدان‌های طلا و چراغ‌های آنها به جهت هر شمعدان و چراغ‌هایش آن را به وزن داد و برای شمعدان‌های نقره نیز نقره را به وزن به جهت هر چراغدان موافق کار هر شمعدان و چراغ‌های آن و طلا را به وزن به جهت میزهای نان تقدمه برای هر میز علاهده و نقره را برای میزهای نقره و زر خالص را برای چنگال‌ها و کاسه‌ها و پیاله‌ها و به جهت تاس‌های طلا موافق وزن هر تاس و به جهت تاس‌های نقره موافق وزن هر تاس و طلای مصفا را به وزن به جهت مذبح بخور و طلا را به جهت نمونه مرکب کروبیان که بالهای خود را پهن کرده تابوت عهد خداوند را می پوشانیدند. و داوود گفت خداوند این همه را یعنی تمامی کارهای این نمونه را از نوشته دست خود که بر من بود به من فهمانید. و داوود به پسر خود سلیمان گفت قوی و دلیر باش و مشغول شو و ترسان و هراسان مباش. زیرا یهوه خدا که خدای من می باشد با توست و تا همه کار خدمت خانه خداوند تمام نشود تو را وا نخواهد گذاشت و تو را ترک نخواهد نمود. اینک فرقه های کاهنان و لاویان برای تمام خدمت خانه خدا حاضرند و برای هر گونه عمل همه کسان دلگرم که برای هر صنعتی مهارت دارند با تو هستند و سروران و تمامی قوم مطیع کل اوامر تو می باشند. اول تواریخ ایام باب 29. و داوود پادشاه به تمامی جماعت گفت پسرم سلیمان که خدا او را به تنهایی برای خود برگزیده جوان و لطیف است و این مهم عظیمی است زیرا که هیکل به جهت انسان نیست بلکه برای یهوه خداست و من به جهت خانه خدای خود به تمامی قوتم تدارک دیده ام طلا را به جهت چیزهای طلایی و نقره را برای چیزهای نقره‌ای و برنج را به جهت چیزهای برنجین و آهن را برای چیزهای آهنین و چوب را به جهت چیزهای چوبین و سنگ جزع و سنگهای ترسی و سنگهای سیاه و سنگهای رنگارنگ و هر قسم سنگ گرانبها و سنگ مرمر فراوان و نیز چون که به خانه خدای خود رغبت داشتم و طلا و نقره از اموال خاص خود داشتم آن را علاوه بر هر آنچه به جهت خانه قدس تدارک دیدم برای خانه خدای خود دادم یعنی 3000 وزنه طلا از طلای اوفیر و 7000 وزنه نقره خالص به جهت پوشانیدن دیوارهای خانه ها. طلا را به جهت چیزهای طلا و نقره را به جهت چیزهای نقره و به جهت تمامی کاری که به دست صنعتگران ساخته می شود. پس کیست که به خوشی دل خیشتن را امروز برای خداوند وقف نماید؟ آنگاه رؤسای خاندانهای آبا و رؤسای اسباط اسرائیل
و سرداران هزاره و صده با ناظران کارهای پادشاه به خوشی دل هدایا آوردند و به جهت خدمت خانه خدا 5000 وزنه و 10000 درهم طلا و 10000 وزنه نقره و 18000 وزنه برنج و 100000 وزنه آهن دادند و هر کس که سنگهای گرانبها نزد او یافت شد آنها را به خزانه خانه خداوند به دست یحییل جشونی داد. آنگاه قوم از آن رو که به خوشی دل هدیه آورده بودند شاد شدند، زیرا به دل کامل هدایای تبرعی برای خداوند آوردند و داوود پادشاه نیز بسیار شاد و مسرور شد. و داوود به حضور تمامی جماعت خداوند را متبارک خواند و داوود گفت: ای یهوه خدای پدر ما اسرائیل، تو از ازل تا به ابد متبارک هستی و ای خداوند عظمت و جبروت و جلال و قوت و کبریا از آن توست، زیرا هر چه در آسمان و زمین است از آن تو می باشد و ای خداوند ملکوت از آن توست و تو بر همه سر و متعال هستی و دولت و جلال از تو می آید و تو بر همه حاکمی و کبریا و جبروت در دست توست و عظمت دادن و قوت بخشیدن به همه کس در دست توست و الان ای خدای ما تو را حمد می گوییم و اسم مجید تو را تسبیح می خوانیم. لیکن من کیستم و قوم من کیستند که قابلیت داشته باشیم که به خوشی دل اینطور هدایا بیاوریم؟ زیرا که همه این چیزها از آن توست و از دست تو به تو داده ایم. زیرا که ما مثل همه اجداد خود به حضور تو قریب و نزیل می باشیم و ایام ما بر زمین مثل سایه است و هیچ دوام ندارد. ای یهوه خدای ما، تمامی این اموال که به جهت ساختن خانه برای اسم قدوس تو مهیا ساخته ایم از دست تو و تمامی آن از آن تو می باشد و می دانم ای خدایم که تو دلها را می آزمایی و استقامت را دوست می داری و من به استقامت دل خود همه این چیزها را به خوشی دادم و الان قوم تو را که اینجا حاضرند دیدم که به شادمانی و خوشی دل هدایا برای تو آوردند. ای یهوه خدای پدران ما ابراهیم و اسحاق و اسرائیل، این را همیشه در تصور فکرهای دل قوم خود نگاه دار و دلهای ایشان را به سوی خود ثابت گردان و به پسر من سلیمان دل کامل عطا فرما تا اوامر و شهادات و فرایض تو را نگاه دارد و جمیع این کارها را به عمل آورد و هیکل را که من برای آن تدارک دیدم بنا نماید. پس داوود به تمامی جماعت گفت: یهوه خدای خود را متبارک خوانید. و تمامی جماعت یهوه خدای پدران خیش را متبارک خوانده به رو افتاده خداوند را سجده کردند و پادشاه را تعظیم نمودند و در فردای آن روز برای خداوند ذبایح ذبح کردند و قربانی های سوختنی برای خداوند گذرانیدند، یعنی 1000 گاو و 1000 قوچ و 1000 بره با هدایای ریختنی و ذبایح بسیار به جهت تمامی اسرائیل. و در آن روز به حضور خداوند به شادی عظیم اکل و شرب نمودند و سلیمان پسر داوود را دوباره به پادشاهی نسب نموده او را به حضور خداوند به ریاست و صادوق را به کهانت مس نمودند. پس سلیمان بر کرسی خداوند نشسته به جای پدرش داوود پادشاهی کرد و کامیاب شد و تمامی اسرائیل او را اطاعت کردند و جمیع سروران و شجاعان و همه پسران داوود پادشاه نیز
مطیع سلیمان پادشاه شدند. و خداوند سلیمان را در نظر تمام اسرائیل بسیار بزرگ گردانید و او را جلالی شاهانه داد که به هیچ پادشاه اسرائیل قبل از او داده نشده بود. پس داوود بن یسا بر تمامی اسرائیل سلطنت نمود و مدت سلطنت او بر اسرائیل 40 سال بود، اما در حبرون 7 سال سلطنت کرد و در اورشلیم 33 سال پادشاهی کرد و در پیری نیکو از عمر و دولت و حشمت سیر شده وفات نمود و پسرش سلیمان به جایش پادشاه شد. و اینک امور اول و آخر داوود پادشاه در سفر اخبار سموئیل رائی و اخبار ناتان نبی و اخبار جاد رائی با تمامی سلطنت و جبروت او و روزگاری که بر وی و بر اسرائیل و بر جمیع ممالک آن اراضی گذشت مکتوب است.